بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام آرزو دارم همگی جور و سعدمند باشین. امروز 24 سرطان 1401 هجری شمسی و ادامه سیمینار اعتماد به نفس است. پیش از اینکه بحث شروع کنم، من همیشه چون صحبت هایم زیاد می باشه عجله می داشته باشم که صحبت تمام شوه، به او خاطر تشکری میمانم. من اول از کل شما تشکری میکنم که لطف میکنین، تشریف میارین و این یک مسئولیت اجتماعی ما و شماست، مسئولیت وطنی ما و شماست که جمع شویم یک برنامه علمی را تشویق کنیم. این خود مکلفیت ماست. خانه تان آباد که میین. دوم از کسایی که به ختم قرآن کریم اشتراک میکنن، خانه شان آباد ما هر جمعه ختم قرآن کریم میداشته باشیم. کسایی که علاقمند میباشه کمی وقتتر که بیاین ختم میتونن، و اگر کلی علاقه من باشه باز ما یک مشکل داریم، چون ما یک جلد قرآن کریمه که جدا جدا است. اگر کسی باز خواست میتونه یک جلد دو جلد ادیه کنه برای برنامه که مثلا در یک روز همگی بخونه، مثلا 400 نفر میتونن تقریبا 3-4 ختم در یک جمعه صورت بگیره. و همچنان از مسئول مرکز آموزش صدیقی استاد امین صدیقی سپاسگزار هستیم که همیشه در جریان هفته برنامه‌ای درسی در اینجا می باشه و یکی از مراکز بسیار عالی در قسمت درس‌های مکتب و کنکور است و هر ساله نام خدا شاگردای بسیار لایق در 10 نفر بهترین کنکور می داشته باشن، که شما عکس‌های هر ساله شاگردایی که از اینجا فارغ شده را در روی اولیا می بینین. دیگه خانه شان آباد و از تمام همکارا و دوستایی که فعالیت میکنن، خود جوش میان، برنامه را تنظیم میکنن، زنده و سلامت باشن. از پاری صاحب که تلاوت کرد و همچنان از دوستای هراتی و بلخی ما دیروز آمده بودن، گفتن در برنامه میخواین اشتراک کنن و لوح تقدیر آوردن. زنده باشین. خوبترین تقدیر همی است که شما در زندگیتان تغییر بیارین. آمدن گفتن ما سیمینارا را گوش میکنیم، دوباره اونجا صنفا تشکیل میتیم و ایره دوباره سیمینار میگیریم. اونمو بهترین تشویق از بر ما که این پیام به گوش مردم برسه، خودت ساخته بریم، این بسیار مهم است. دیگه تشکر بسیار زیاد از کلتان. زنده باشین. ما در هفته قبلی تعریف اعتماد به نفس گفتیم که چی است و در مورد عوامل تشکیل دهنده صحبت کردیم که کدام عوامل مؤثر است در تشکیل اعتماد به نفس که میتونه اعتماد به نفس خوب یا خراب بسازه، مثبت یا منفی بسازه. امروز ما از او بس دو تا نتیجه گیری شد، یکی اعتماد به نفس شناختیم و یکی هم به این نتیجه رسیدیم که ما اعتماد به نفس ما مثبت است یا منفی است. اما امروز در مورد از اینکه اگه اعتماد به نفس ما منفی است چطور مثبت بسازیم صحبت میکنیم و یک چیزی را میخوایم اشاره کنم که مشکل اکثر افغان ها نداشتن اعتماد به نفس است. مثلا مثال بتون، وقتی شما صحبت از ساختن وطن میکنین، هم اگه خدا عاجز فکر میکنن نه والا ما نمیتونیم، از کامیاب شدن، از پیروز شدن، یعنی ما اولین جوابی که سر زبان ما نمیشه و نمیتونم است. خیر بینان، یعنی ما اعتماد به نفس نداریم. اعتماد به نفس گفته بودیم اگر ما در زندگی به توانایی خود و به یاری خداوند متعال باور داشته باشیم و به می مبنا حرکت کنیم، منتظر کسی نشینیم، ما اعتماد به نفس داریم. ولی معنای از این نیست که هیچ کس با ما همکاری نمیکنه. وقتی ما خوب شویم، وقتی ما حرکت شروع کنیم، خود به خود آدم های خوب دیگه پیدا میشه که در این زمینه همراه ما یار میشه. مثل که شما عزیزا جمع میشین، برنامه را تقویت میکنین، دوست ما از بلخ میاد، دوست ما از ایرات میاد، یک دوست ما در خارج از افغانستان پیام میمونه که برنامه برش مفید واقع شده، من چی هم کاری میگم میتونم سعی کنین. یعنی شما در مسیر خوبتون نیست که تنها بانین، ولی اساس کار توانایی خود ما، یاری خدا بس ماست. ببینید چطور ما میتونیم اعتماد به نفس خود مثبت بسازیم. اول برای کسایی که در سمینار قبلی نبود یک مختصر اشاره کنم، اعتماد به نفس اولین اسگاه حرکت های موفقیت آمیز در عرصه زندگی است. مثل که شما از خیرخانه میرین مثلا طرف کوتی سنگی، یک جای شما منتظر موتر هستین که از او جمعین اسگاه کوتی سنگی است که سوار موتر طرف کوتی سنگی میشین. اینما تو یک مسیر موفقیت است که موتر موفقیت میاد که ما بالا شویم بریم.
اونمو جای اولی که موتر موفقیت از یا سواری های خودم میورده رو چی هست؟ اعتماد به نفس. بدون اعتماد به نفس امکان موفق شدن وجود نداره. تا خود باور نکنی، تا به توانایی های خود باور نداشته باشی، تو شروع نمی کنی. شروع موفقیت از اینجاست. اعتماد به نفس شاخص شجاعت و قدرت ابراز وجود است. یعنی اگر میخوایی بفهمی که یک انسان یا خودت چقدر توانایی ابراز وجود تا داری، میزان اعتماد به نفس تا سنجش کن. چقدر اعتماد به نفس داری؟ هر قدر اعتماد به نفسی تو بالاست، اونمقدر شجاعت ابراز وجود داری. هر قدر اعتماد به نفست پایین است، تو خود ابراز کرده نمیتونی. بسیار دوستای ما هست که چیزایی برای گفتن داره، اما شجاعت از این میگفتن نداره. کارهایی بر انجام دادن داره ولی شجاعتش نداره. و یک جمله بسیار مشهور است، میگه شما 10 سال بعد از کارهایی که کردین زیاد پشیمان نمیباشین، از کارهایی که نکردین زیاد پشیمان میباشین. ای کاش این کارا میکردم، ای کاش توانه، ولی حالی جرأتش نکرده بودی. اعتماد به نفس در انسان قاطعیت می آورد، به آدمی شکو می بخشد و یک انسان را از افراد بقیه از بقیه افراد متمایز می سازد. تفاوت انسان ها در چشم و ابرو نیست دوستای نازنینم. یک گوشت و پوست و استخوان کل ما داریم. تفاوت انسان ها، تفاوت رهبر با آدم عادی، تفاوت انسان موفق با ناموفق در مقدار اعتماد به نفسش است. اگر میخوایی که تو یک انسان نمونه و مؤثر باشی، باید اعتماد به نفست زیاد باشه. با مقداری که اعتماد به نفس تو زیاد است، برجستگی تو در اجتماع و در تاریخ تا بیشتر میباشه. اعتماد به نفس عامل رشد و ارتقای انسان است. اگر تو پرسان کنه که مهمترین عامل رشد در انسان چیست، بگو اعتماد به نفس. هر قدر اعتماد به نفس زیاد، امکان رشد و پیشرفتی تو زیاد است. اعتماد به نفس قدرتی است که در درون هر کسی وجود داره. ایش بسیار جالب و مقبول است که یک چیزی نیست بریم از بیرون بگیریم، در فروشگاه نیست بریم بخریم، تحفه نیست یک کسی بر ما بده، در درون خود ماست. این نیروی درونی است، فقط تو کندوکاوش کو تنظیمش کو. مثل یک سنگ قیمتی است که از یک معدن به دست میارن. این معدن کجاست؟ معدن درون تو است، معدن ذهنت است که بدیا را پس کو، او سنگ و جوهر اصلی را پیدا کو، کو اعتماد به نفس است. بنان از نمیگم امروز در ختم امروز بریم از فروشگاه برای خود اعتماد به نفس بخریم، نه، همینجا سر خود کار میکنیم و اعتماد به نفس جور میکنیم. اعتماد به نفس یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی که در زندگی با آن احتیاج داریم. اگر اعتماد به نفس داشته باشی، تو چیزایی را که ضرورت داری به دست میاری. اگر نداشته باشی، آرمان بدل از این دنیا میری. تو مثلا یک سند علمی خوب کار داری که تو دکترا فوق دکترا داشته باشی، تو باید اعتماد به نفست خوب باشه. تو میخوای یک وطن خوب داشته باشی، باید اعتماد به نفست خوب باشه. تو میخوای یک خانه خوب داشته باشی، اعتماد به نفست خوب باشه. با اعتماد به نفس تو میتونی به هر چیز برسی. اعتماد به نفس سبب میشود تا خود را، خدای منان را و انسانهای دیگر را به نحو بهتر بشناسیم و ارتباط صمیمانه برقرار کنیم. تا کسی نشناسی ما ارتباط خوب برقرار کرده، بیگانه تو میتونی ارتباط برقرار کنی؟ نه. وقتی ما هم دیگرم میشناسیم ارتباط برقرار میشه. چون روی دوست ما نمیره یک کسی در سر کوچه استاد نمیکنه بگی تقدیرنامه از طرف ما، چون او رو هیچ وقت ندیده، از او چیز نشنیده، ولی مرا شنیده، 10 بار شنیده، آشناس، میشناسه. از او جرکت میکنم بیا استاد ببینیم تقدیرنامه را برش ببریم. از شناخت صمیمیت با وجود میاد و اعتماد به نفس سبب میشه ما اول خود بشناسیم، با خود صمیمی شویم، که خود جنگ نداشته باشیم. ما یک تعداد مراجعین ما در ماینه خانه کسایی است که خود جنگ داره، که هیچ کس مشکل نداره. میایم پدر که مشکل داره، نه همسایه مشکل داره، نه در کوچه کسی مشکل داره، نه خودش که خود مشکل داره. چرا چشمه میتره؟ چرا رنگ میست؟ چرا قدمیست؟ که خود جور نمیه. اعتماد به نفس سبب میشه اول که خود آشتی کنیم صمیمی شویم. من هستم. دوم، وقتی خود شناختیم، سعی کنین در خداشناسی یک مسیر از خودشناسی میبرن. انسانی به خداشناسی میرسه که اول خودم میشناسه. مثلا وقتی تو میشناسی تو ظرفیت ها را، اصلا وقتی تو تنها چشم مطالعه میکنی که در اینجا میلون ها اجره است،
که نور شدید و یک تعدادش نور ضعیف هم میبینه و با اینمی جسامت خرد خود از پیشرفته ترین کمره دنیا که خوب کار میکنه. مثلا دینم یک لحظه من اینم 400 نفر کلش اینجا دینه قدر جای تصویر مندازه. اگه چشم مثلا اینم قمقتره میدید، ما یک انسان باید 100 دفعه میدیدیم، یک دفعه تا کره میدیم. وقتی تو ایره بررسی میکنی میبینی خود چی خالقی بوده که تو یک چیزی خلق کرده، خود به خودی تو را به خود. وقتی عظمت مغز انسان تو میشناسی، تو حتما تاریخ خواندی، بعضی دانشمندا که در یک رشته بوده از عظمت از موضوع مسلمان شده، به این نتیجه رسته گفته ای تو یک عظمت بدون یک خالق بوده نمیتونه. شاگرد بیولوژی هستین دیگه، شما یک برگ که میخونین کی طبقه بالایی، کی کلوروفیل، کی میزوفیل، کی چی سیستمای داره و اونمو یک برگ اساس غذایی که امروز تو خوردی اونمو برگ سبز تشکیل داده. اگه تو هم امروز غذا خوردی از دو منبس، یا غذای حیوانی خوردی یا نباتی. نباتی خونه مستقیما از نبات، حیوانی هم که تو خوردی نه کی از من بی حیوانی بدست آوردی، او حیوان از من بی نباتی بدست آورده. به می خاطر است که سعدی بزرگوار میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. یک برگ تو را به این معرفت رسانده میتونه، این عظمت وجود انسان خوبان. بنان وقتی خود شناختی، توانایی خود پی بردی، تو را به خداشناسی میبره. خود که شناختی تو را به مردم شناسی، چرا تو انسان هستی. وقتی تو خود خوب بشناسی از انسانهای دیگه هم یک معلومات به دست آوردی و اینی شناخت سبب میشه تو با خود، با خدای خود، با مردم یک ارتباط سمی. یعنی اگه اعتماد به نفسم یک کارم کنه بس ماست، هیچ دیگه فایده شبان که ما را با خود ما، با خدای ما، با مردم شناخت و صمیمیت ایجاد کنه. اعتماد به نفس یعنی دیدن خود، این یک تعریفه که بسیار خوب است. اعتماد به نفس یعنی دیدن خود به عنوان یک فرد توانا با کفایت، دوست داشتنی و منحصر به فرد. یعنی اگر تو خود دوست داری و خود با کفایت و توانا که من از عهده انجام مسائل زندگی خود میبرایم، درس خود خوانده میتونم، در کنکور خود کامیاب شده میتونم، انسان خوب شده میتونم، پدر خوب شده میتونم، اولاد خوب شده میتونم، شدنها در وجودت است، در اون صورت است که تو اعتماد به نفس داری. منحصر به فرد چی معنا؟ یعنی تو خود با کسی مقایسه نمی کنی. ما هر کدام ما یک انسانی هستیم که از ما یک تا خلق کرده خداوند متعال. قرار نیست با دیگه مقایسه کنیم خود. من میزان پیشرفت در روزی خود می بینم. مثلا تو از هفته قبل تنها تعریف اعتماد به نفس می فهمیدی، امروز راه های بلند بردنش می فهمی. اینمی مقایسه بست است که تو از او هفته کده یفته یک چیز نو یاد گرفتی. امی مسیر پیشرفت است. ما کتی دیگه چی کار داریم که یاد گرفتن یا نگرفتن؟ ما مقایسه ما با هر روز خود ماست. اساس زندگی است که ما هر روز در مسیر خوب شدن قرار داشته باشم. قرار نیست خود با کسی دیگه مقایسه کنم. اقبال بزرگوار میگه تو شمشیری زکام خود بیرون آ، تو شمشیری زکام خود بیرون آ، بیرون آ از نیام خود بیرون آ. تو از پوشت خدا بکش، از پوش ناتوانی ها بکش و پروانگه گواری پوشت پارک برای تو خدا. خودت منحصر کردی یک زده در یک پوش ناتوانی، در غیر از مثل شمشیر برندگی داری، در پوش ناتوانی غرق ساختی. نقاب از ممکنات خیش برگیر، مه و خورشید و انجم را ببرگیر. نقاب از ممکنات خیش برگیر، مه و خورشید و انجم را ببرگیر. تو که نقاب انداختی که من نمیتونم، تو همین نقاب پس که توانایی داری و اگه این توانایی ها را تو ببینی، تو میتونی مهتاب و خورشید و ستاره ها را به فکر تسخیرش باشی که امروز دیگه شما دیدین تلسکوپ جیمز ویب روان میکنه، از میلیاردها سال کهکشان تصویر برداری میکنه برای ما و تصاویرش نشان میده. برای از جمهور امریکا چی میگه؟ میگه ما با اولاد خود خواد گفتیم یا میگیم که بر امریکایی ها ناممکن وجود نداره، ما هر نوع توانایی داریم. ما تو چی خواد گفتیم بر اولاد خود؟ که بر ما افغان ها هیچ توانایی وجود نداره، چیز ناتوانی است از ماست. این اینجاست تفاوت ملت ها.
که ما خود در پوش در نقاب که نمیتونم خود انداختیم. اونای اینمی رمز یاد گرفتم، ما و تو از شاعر خودم دور استیم، از بزرگ دین خودم دور استیم، از کتاب دور استیم، به این خاطر خراب میشیم. ما به خاطر خود نمیگم، ولی باز گپ هفته قبلی را میگم، ای کاش 36 میلیون افغان بشنوه، یک کمی انگیزه ایجاد نمیکنه؟ ای کاش 36 میلیون افغان نمیشنوه، تنها همی مردم کابل میشنید. اما نیست، تنها اینقدر یک گروه حاضر استیم بشنویم، ولی او امریکایی ها میشنون. شما یک سیمینار فرض مثال، یک کسی از سخنان های بسیار خوب انتونی روبنز است، حالا نگوید اعتماد به نفس تو هم زیاد شده این مقایسه رو میکنی. شما سیمینار اعتماد امی سیمینار انتونی روبنز رو بشنوین و مطالبی که میگه یادداشت کنین، شاید یک صفحه پوره نشه. و سیمیناری که ما برات ارائه میکنم تو بین ما چقدر مطالبه برات میگم. فرض به این میگیریم خیر سیمینار ما از او که در بالا نی بندازیش بر از او 300 400 500 دلار مصرف میکنن و هزارها نفر در سیمینار اشتراک میکنه. یک دفعه در یوتیوب بزنین، ما با 50 افغانی 400 نفر به یک مشکل جمع میتونیم. برعکس ما چی میکنیم؟ در می روزایی که وطن غم میباره، فقر است، زلزله میشه، آب هوا تغییر خورده، در تابستان برف میباره، در وقت گل جاله میزنه، میوه خراب است، اینمیال دیقان یک سال زحمت میکشه، درختایش اینما تو زردالو پر است که زردالو رو نمیخره، اونما تو سرش مانده، حاصلش سرش مانده، اینی غمار مانده. ما برعکس در کنسرت ها 300 400 دلار میتیم، باز به دروغ یک اکتا ویهن پرستی رو هم داریم، بیرق همی سویسو میکنیم. این شد میهن پرستی ما. او بیادر من نمیگم تو کنسرت هم نرو، وقتی کل چیز جور بود تو کنسرت هم برو، ولی آلی شرم است، آلی زیاد علاقه مندم و نرمند است، موسیقی گک شدم سیدی بنداز گوش کن، ولی امو 300 200 دلار تا سر یک مشکل افغانستان سرمایه گذاری که سر درس دخترایی که مکتب بخوانن، سر درس بچه‌هایی که مکتب بخوانن، سر کل نظام معارف صحیح نیست، باید کار شوه که یک سیستم درسی شوه که تو به فکر تسخیر فضا باشی، نه به فکر بالشتک پان. این تفاوت باید ایجاد شوه. اما ما نیستیم اون ملتی که دنبال ازی باشیم که باز بگویم ما بر اولاد خود بگویم که نه ما هم رفتیم این جیمز وب را گرفت، افغان وبز اینی تصویرها را داره، بفرما. نیستیم ما، حتی هنوز نمیتونیم اون تصویر تحلیل کنیم، او از او جاورده، ما تحلیلش نمیتونیم. و سوالی است که باید از خود پرسان کنیم، نقاب از ممکنات خیش برگیر، مه و خورشید و انجم را به برگیر، شب خود روشن از نور یقین کن، ید بیضا بیرون از آستین کن. نور یقین پیدا کن، معجزه میکنه برد. کسی کو دیده را بر دل گشود است، شرار کشت و پروین درود است. اینم اینجا اعتماد به نفس برد میگه که تو به دل خود یک دفعه به توانایی خود باور کن. اما ما به توانایی خود باور نداریم، ما دنبال کشور دونر پالیده میریم. کدام کشور مسئولیت افغانا را میگیره؟ یک زرگک آرد و برنج و روغن نمیتین ما را میتین؟ کشور فقیر هستین، آب و هوا ندارین، دریا ندارین، کشتزار ندارین، معدن ندارین، مردم به فلاکت مردین، افریقایی ها رفتین، باید کشور خارجی کمکتان کنه. بر خود دیده بر نگشودیم، نگفتیم ما چطور حاصل وطن خود، ما چطور بهترین تخم زراعتی جور کنیم، چطور حاصلات دقان خود بالا بریم، چطور میوه خود خوب فروشات کنیم، چطور با بازار جهانی وصل شیم، چطور دقان خود حمایت کنیم. بر خود دیده نگشودیم. نهایتا ما الیوم دل ما ملاق میزنه، یک میوه اگه خارجی دینمی فصل جوش میوه خود ما، یک میوه خارجی از کدام کشور باشه، او را خریده رسیدیم، از دقان خود خریده نمیریم. هیچ نیستیم ما طرف خود، چشم ما نیست، ما این دست ما از خوردی خراب تربیت شدیم. بی بابا بابا آب داد، امریکایی نوش نمیکنم، می من به با بابا آب دادم، فی فوتبال من فوتبال میکنم، و وطن من وطن خود را جور میکنم، من یاد میتم کار کردن یاد میتم. ما چی؟ ما هیچ، ما آدم نیستیم. بابا اگه خودم قدره او داد داد نداد،
اگه بابام باز بیا او وقت دیگه او رقم بابا را پوره کن. ملت بابا پرست بابا کار داریم. این اینجاست که باید به این فکر شایم که نه ما چی کرده میتونیم، نه خیر بابیت هم دوست داشته باش. من به بابا خدمت کردم، من به بابا نان پیدا کردم، من باغ بابا را آباد ساختم، من به بابا تخم زراعتی ایجاد کردم که حاصلات زمینش ده چند افزایش پیدا کرد، من به بابا بازار تجارتی جور کردم که میوه باغش ده چند قیمت تر شد. من به بابا چی کردم؟ نه، من قرار خواستم بابا یا قدر و پرتو ددانم. این اینجاست که اعتماد به نفس نیست. کسی کو دیده بر دل گشوده است، شرار کشت و پروین درو کرده، یعنی شرار کشت پروین درو کرده، شرار جسته گیر از درونم که من مانند رومی گرم خونم. میگه بیا زیاتش بگی، بیا برات پیام دارم، بگی چراغت روشن کو کتزی، بگی اعتماد به نفس تا بساز، وگر نه آتش از تهذیب نو گیر، بیرون خود بیافروز اندرون بیر. اگر دنبال بیرون بودی، دنبال بیگانه بودی، شم وری بیرون روشن کردی، ولی از درون مرده رایستی، از درون خراب میشی. که متاسفانه حال ما همه طور است، ما با آتش بیگانه میرقصیم و خود ما خراب شده رایستیم. نهایت تلاش ما ایست که ما در یک ملک ما را جای بیتا که مزدور کاری کنیم. پروفیسور ما احتیاج میشه که اونجا برای اونجا خطور پروفیسور، اینجا پروفیسور استی، استاز پانتون استی، ولی اونجا مجبور استی تو بری تاکسیوانی کنی. اینجا وزیر یک مملکت استی، اونجا تو مجبور استی پیزای یک کسی را تا پشت خانش که دوام سی عقل تو را نداره پیزایش را تا پشت خانش سرویس کنی. چرا؟ به خاطری که به خود نمیایم، به خاطری که ما یاد نگرفتیم که کشور ما باید یک زندگی برابر با دیگرا داشته باشه، در یک روحی خوب و انسانی با دیگرا زندگی کنیم. ملت مفخور شدیم. دوستای نازنینم، برای بلند بردن اعتماد به نفس، اول استفاده از عقل و منطق و واقعیت بسیار مهم است. عقل و منطق تنها به اعتماد به نفس نیست. هر مشکل در زندگی داشتی، سراغ عقل و منطق برو. خداوند بالاترین نیرویی که بر انسان داده که به هیچ موجودی دیگه در زمین نداده او عقل است. اولین گام در هر چی که در زندگیت کم بود داری، شخصیتت، اعتماد به نفست، عزت نفست، موفقیت، هدف، وطن، مردم، خودشناسی، خداشناسی، هر چی، اول مراجعه کن به عقلت، به منطق و واقعیت ها رو در نظر بگی. بنان اعتماد به نفس هم با عقل و منطق جور میشه. وقتی تو عقل داشته باشی، میشینی با خود که خدا مرام دست پای داده غربی رام، اروپایی رام، چرا وطن میسازم من نمیسازم؟ من چی کم دارم؟ بر من خود ده ها منبی دینی و قدرت دیگه هم داده که اینی رهنماییز بگی استفاده کن. خب از عقل خود استفاده نکردیم. چرا درس میخونه؟ چطور مریخ روان میکنه سفینه در مریخ بندازه یک موتر به مریخ میرسانه برای شخص میگیره؟ او جیمز ویب جور میکنه، او 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه سر یک تلسکوپ. ما 50 افغانی سر درس خود، سر یک سمینار سرمایه گذاری نمیتونم، اما 100 افغانی رو در تلفن انداخته میتونم. بله بفرمایین، کیستی؟ چی میگی؟ نشناختی؟ نه نشناختم، اینا بشناس. مستم، چطور هستی؟ آه خوب هستی. دیگه چطور هستی؟ باز دیگه چطور هستی؟ در این صد رو پر حاضر هستم مصرف کنم، من 50 برای شخصیت خود حاضر نیستم بپردازم. این تفاوت است. من یک سال میشه درس مکتب ثبت میکنم، میگم افغان ها، مردم عزیز، بیاین من درس ثبت میکنم. به تنهایی من نمیشه، من وقت خودم موندیم، تفریح نمیرم، مریضی رو نمیشناسم، خستگی رو نمیشناسم، ما خود ماش نمیگیرم، این همه قیش سر ما بس است، بگی مالی از زیر تو اردار، کسی حاضر نیست. برالاوی که قکارا را میکنم 50,000 دیگه مانه مصرف میکنم، میگم این را ثبت کنین، ادیت کنین، در یوتیوب بندازین، جور کنین، در فلش مردم ببرم. میگم افغانا حاجی صاحب میری اج 100 دلار تا به سیستم درسی هم بان 13,000 آجی رفت، 100 دلار به سیستم درسی ما کمک میکرد، 30,000 دلار داشتیم پشت خانه فرد فردتان و فلش درسی میآوردم. اما کس حاضر نشد، یک آجی حاضر نشد.
میگم سرمایه دار کجاستی؟ در چیزای ناق ناق و نمایشی خو میمونی، بیا برای درس یک مقدار پول کمک کن. نیست. میگم افغان از 36 میلیون نفوس تا بالی 36 نفر پیدا نشده که بگه جمشید اینه ما کتت هستیم، بگی تو تنها درس بتیم مالیش ما میوارداریم، همانه این جمشید باید هم درس بتا، هم وقت مصرف کنم، برق مصرف کنم، جای کرایش بتا، هم 50,000 دیگه معانه بتا که درس. بعدش میگم خیره بگیرین امیره ببینین بهترین ویدیوی کیمیاس خط به خط درس میتونم، همین جاستین میبینین شاگردو از امون سنف خط به خط چک میکنم درس میتونم، درسی رک 15 سال است تکرار کردیم ولی بازم کتاب میبینم میگم یک کلمام نمانه، مندازم 97 نفر او را میبینه اون ویدیو را، 97 نفر ولی هنوز ناامید نمیشم. دیگه کس باشه ویدیویش 97 نفر ببینه اینه توبه میکشه میگه دیگه مرا تیر از این ویدیو، ولی باز من میسازم سایکو کتما نتیجار استاد شد، ناجی استاد شد، نه طرفدار حقوق زن امروز میگه که میگم بیا برای دختر در زور میکنم پشت خانهش ببر، نه فعال مدنی است، نه بزرگ است، نه 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 افغان خارج کشور است، نه از داخل کشور است، نه تا شاگرد هم همه قلاقه من نیست که بیا میره ببینیم برای ما جور کرده. میگم برو بر دفلش، برو بر دفلش برات مندازه 50 افغانی، اگه دادی خانه تو آباد ندادی بگم اون رو یک دفعه استفاده کن. خب معلم داره جو بایدن میگه ما امریکا را خواد گفتیم، بچهای ما را که برای ما ناممکن وجود نداره، ما چی خواد گفتیم مولادا برای ما هیچ ممکن وجود نداره، هر چی گفت بگو نه صاحب من نمیتونم، برو قرار خاک. تفاوت از اینجا شروع میشه بچین، تفاوت از اینجا شروع میشه، یعنی باید دی وطن دیوانی مطلق باشی که تو کار کنی، اگر نه خب تو عقل که باشه خب میگی ویدیو را مجور میکنم 50,000 مصرف میکنم این بینندام نداره، خیر ما چی دیوانه باشم؟ مجبور هستی خود در رگ دیوانگی بزنی یه نفع نه خیر 97 نیست، 97 میلیون است که میبینه، برو ضرب میلیون که خود در دیوانگی بزن که خود بازی بیتی که دیگه آرز دیگه امید بونه که دیگه درس ثبت کنی. درس گفته میریم ولی کجا؟ یک روز شعار میتیم الله مکتب چی شد؟ مکتب پشک بود؟ چی شد؟ خب بیا گم شد حالی باقیش این همه هستم بگی درس ببر پشت خانه این همه سب کن تو یک موترسیکلک بخر ببر پشت خانه تق تق بگو درس کار داری بفرما خیر والدین نامد که ببره بر اولاد خود خودی شاگر نامد تو خب بگی همو نیستیم این فکر کد این کل کابل امروز ما اوتوستیم این همی جمع که حاضر هستیم یک ساعت گپ بشنویم دگار خوب بگوی بیا بریم میگه این دیوانه است چی چتیات میگه این شد گپ نه این گپ نشد گپ اصلی سریال است در این وطن اسم خدا بدونه تق 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 سلگونه چی اسمی میدونه پس از اسمی تق 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 این دلت تو رو نمیده اصل گپ اون سریال است اصل گپ درس نیست در این وطن و این بدبختی از اینجا شروع میشه و این کاریست که ما تو حل کنیم مثل از این دوست ما دمزار این همی بایم تو دو ایراد بگی او دو بدخشان بگیره امیر انتشار داده بریم بالاخره این ملت بیدار کنیم. سقراط فکر میکنم جمله سقراط است میگه عالم یک کشور یک کسی ما تو خیر زیاد اگه عالم هم نیستیم حداقل سواد خواندن نوشتن داریم حیثیت خرمگس باید داشته باشه بنگ بیدار کنه خواست یفغان بنگ نشت یک نیشان بزن تگام گپ آزاردهنده هم بده از خواب بیدار کنیم حداقل امیال خواب است امیال روز جمعه است یعنی 10 بجه شد اینجا ختم قرآن کریم هم صورت گرفت او هنوز بری حتی سیمینار خلاش برو یکام از او خانواده هنوز خواب است ایچ اول خوی ملت از خواب سیر نمیشه خود ما تو خواب بشیم وطن کی میسازه یعنی ملت خواب کنه بخوره و یکی هم ملت عکاس هستیم سلفی بگی ترق را در زاویه 360 درجه چرخ خورده را استیم از خوده اید دل ما یخ نمیگره مهران میمانه میره کل عمر بیشینه دیده نمیتونه قبض که اک زرفته دوم همی کسایی که بیخی نمی کل آدار و ندارش خورده همو رو گیر کنه ترق قدش یک اکس بگره او آدم میگم میگم من پیش خود میگفتم که کل چیز زیاد خوردم بردم در تیارا گرفتم ما بیم اینا در این شطف کنم خب میخوام بازن رو سلفی گرفته رایز میگه به خدا هنوز کم خوردیم او بیش خود فکر میگه هنوز کم خوردیم بیا که باقیشان بخورم آلی خو گپا دیدین اکسای دیشان میبراید خودشان خلا شد آلی تفلکایشان تفلایشان ما تو خود جمله آدم نمیم تفلکایشان ها ای فلانی جان است که معرفی میکنه آلی تفلای یکی دیگه خوده اید مبارکی آمد تبریکی فلانی جان با بچگکش اید مبارکی آمد ببرمایین عکس بگی
میگه تو در موتر زری میگردی؟ جواب چی است؟ یک با موتر زری من مردم سیر میشه؟ این جواب بله، با موتر زری تو تنها نمیشه، کلتون موترهای زری تو نبا با میزری تو خدا نفر سیر میشه. اما این ملت دیگه در جمله آدم حساب نمیشه. چرا؟ یک ملتی که اعتماد به نفس نداشت، یک ملتی که از عقل خود استفاده نکرد، از منطق خود استفاده نکرد، معلوم داره سالش خراب میشه. بنان از عقل و منطق استفاده کنیم و واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. مسئولیت برآورده ساختن نیازهای خود خود ما بگیریم. اگر میخواییم اعتماد به نفس ما جورش، هم منتظر کسی دیگه نباش که به زندگی تو را بسازه. خودت بچه مسئول شو. خودت مکلف هستی نیازهای خود برآورده بسازی. خودت مکلف هستی خودت در کنکور کامیاب کنی. خودت درس تا بکنی. خودت وطن تا بسازی. دیگران نمیسازه برات. هیچ کسی نمیسازه. بیخه نمی گفم یادتان باشه. اگه بیگانه آمدی ولد وطن ساخت، هر جرمی میگین من قبول میکنم. نمیسازه. بیگانه بله، یک در مقابل صد برات کار میکنه، یک چند برات مصرف میکنه، صد چنده میگیره، هزار چنده میگیره، یورانیم تا میگیره، طلای تا میگیره، لاجورد تا میگیره، زمرد تا میگیره، معادن تا میگیره. بله در اون صورت یک کمک میسازه، یکم چیزکای کاغذی کاغذی که دوام نداشته باشه میکنه، سرک جور میکنه و چهار تا مزدور خود قراردادی را میته که سرک دو دفعه موتر میره خراب میشه. مصرف سرک اصلی را ده چندش از تو میگیره، ولی سرکی بر تو جور میکنه که به درد تو نمیخوره. ولی اگر تو خودت باشی ایتو کار نمیکنی برای وطنت. و هدف برات باید جور کنی و برات بدست آوردن هدفت با تمام وجود تلاش کنی. هدفت اگر بزرگ از بقطعات کوچک تقسیمش کنی، مثلا هدف تو خواندن یک کتاب 100 صفحه است، با داد از صفحه بر در روز تقسیمش کنی بخونی، مشکل حل میشه. کارها را باید به پایان برسانی. کار که شروع کردی نیمه نمانی، یک کار گرفتی تا آخر باید برسانی. مثلا تعهد کردی سمینار میه، یعنی سمینار کسایی که جلسه اول بود دو من آمد بفهم اعتماد به نفس نمیتونه داشته باشه. چرا؟ کار گپ اصلی ماند ولی اون ناقصش ساخت. یک تصمیم گرفتی همه یالی کت خود تصمیم گرفتی روزای جمعه را خود میایم بکن. چی میکنی در خانه؟ بیاین استفاده شد، بیاین گپ بزنیم، بیاین با هم ببینیم. یا این از سعتمندی تو یک دیگه خبر شاییم. بنان کار شروع که تا آخر برسان. کتاب گرفت تا آخر خلاصش کن، نکه دو صفحه بخونی بانیشه. اگه کار ده دفعه تا آخر رساندی، خود به خود اعتماد به نفس در وجودت شکل میگیره. اما گفته شده در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگر تو دیوانه وار نبودی نمیشه. مشتاق ساختن وطنت نبودی نمیشه. تو باید فرار هستی. حالا پاسپورتم چی وقت میه بکنه نمیکنی؟ کجا؟ 36 میلیون کجا؟ تو میری پدرت اینجا باشه، خواهرت چطور میشه، برادرت چطور میشه؟ اونجا بری نظام خانوادگی از هم پاشیده است. مغت باد دارم که افغانای ما در خارج از کشور به خدا گالش از ما تو کده خوب باشه. 1-2% اگه کدام زندگی خوب داشته باشه. دیگه یا فضای خانوادگیش از هم پاشیده، یا اولادش بی سر و سامان شده، یا خودش از بس که کار شاقه میکنه خسته است. نیست بچیم دورای حل. چقدر بگریزیم؟ وطن باید بسازیم، متحد بر ساختن وطن. مسلمان هستی، باور خوبه ای داریم که اگر کشته شدیم شهید میشیم. فرار به خدا اگر رای حل باشه. متحد بر ساختن وطن خود. هر وقت متوجه اشتباه شدی باید توقف و اصلاح. توقف تی اصلاحش کن، اگر نی کار تا آخر ببر. الا کار تنها در یک زمان باید توقف تی که در او اشتباه باشه. باز که اشتباه رد یا یک چیز یادت باشه، کار که درست بود تا آخر بر، ولی که اشتباه بود باز تا آخر نبر، لجبازی نکو. باز شرط اعتماد به نفسی است، کار درست تا آخر میبره. کار نادرست هر وقت متوجهش نادرست است توقف میتونه مسیر اصلاح میکنه. مثلا مثال برد بتون، تو تا امروز مثلا تلویزیون زیاد میدیدی، امروز شنیدی که به خدا استاد گفت تلویزیون دیدن زیاد خوب نیست، آدم گنگس و گل میسازه، از علم میمانه، از پیشرفت میمانه، ذهن آدم خراب کرده میره. از امروز توقفش بده. اینا لی لجبازی نکنی، چون 10 سال دیدی مال 10 سال دگم تا آخر عمر میمونی. تا بالی عصبانی میشدی از امروز خوب نیست، تا بالی در خانه بیترام میکردی خوب نیست، تا بالی خودشناسی خودشناسی نکرده بودی از امروز شروع کن. کار غلط اصلاح کن. قناعت داشته باش، شکرگزار باش، ارث و طمع نداشته باش در زندگی. هر چی که داری بهمی شکر بکش، بهمی قدر که شکر، بهمی وضعیت خانه، بهمی برای بهبودش تلاش کن. ارث نخو الله چرا تو نیست، چرا که ما چرا برج خلیفه نیست؟ خب نیست، برو زیر برج خلیفه دیگه عکس بگیر. نه شکر این وطن هست که این چی کرده میتونیم برش، آستین بر میزنیم، تلاش میکنیم و میره جور میکنیم.
ای کاش که ولی من در دبی و دنیا می آمدم. کاش که می آمدی خب قوارید نمی خورد. اینم جواب نکن. این یه رسه نخو. ولی اشتباه شده. من اصلا در اروپا و دنیا می آمدم. ایجا آمدم. آه. ایجا عجب کمالات کردی که در اروپا می کردی. شکر همی جستم. همی وطنک مسئولیتم از بسازمش. تلاش کنم قهرمانی ده اینجا ثابت بشه که تو این ویرانه را آباد بسازی. اوجه خو آباد شده. تو اینجا رقمش بخور. جور. ولی یادتان باشه که اعتماد به نفس ما در برنامه قبلی گفتیم از تولد تا 1.5 سال اول تا 14 ماه اول شکل میگیره و این دوره است که به نام نان وربل یا دوره غیر کلامیات میکنه. بنا زیاد با گفتن اصلاح نمیشه اعتماد به نفس. یادتان باشه زیاد با عمل کردن اصلاح میشه. با کار کردن اصلاح میشه، با تمرین کردن. بنان چیزایی که میشنوی عملی کو. تنها با گفتن مشکل اعتماد به نفس حل کردن نمیتونیم. دستوراتی که اینجا داده میشه رو تو عملی کرده برو. هر روز عملی کو، هر روز عملی کو. شش ماه بعد میبینی ای از کجاش دیگه اعتماد به نفس. این نتیجه اونم شش ماه تلاش است. یادتان باشه در اولین تلاش یک چیزی به دست نمیاد. یک تلاش مستمر و دوامدار سبب میشه که شما به یک نتیجه برسید. و همچنان در پلی کل کارهایی که میکنیم اگه کسی با زیاد اعتماد به نفسش پایین است، خب اول گفتیم دوره غیر کلامی است، رفتار درمانی زیاد کمک میکنه از شناخت درمانی کرده. یعنی تمرین های عملی، تجربه بسیار کمک میکنه. مثلا امروز رفتی بگو من 10 صفحه درس میخونم. 10 صفحه که خواندی تو با توانایی پای میبری. تانستم 10 صفحه بخونم. تا بالی باورت نیست که یک سفر حفظ نمیتونی. از امروز برو تا کی سفر حفظ نکردیم نمیمونم. یک دفعه من خود تعریف حفظ تانستم. تا دیروز فکر با تجارب میتونی ایره با دست بیاری. و باز اگر زیاد مشکل میداشته باشه بعضی وقت دواهای ضد استراب هم کمک ما میکنه، به خاطری که خود ریشه اعتماد به نفس منفی در استراب است. نارام هستم، بیقرار هستم، یک آرامش کار دارم. ای بسیار ضروری است. ولی فراموش تا نشه که سیمینار هدف و موفقیت حتما که تزی بینین. این 3 چیز یکی دیگه خود تمدید میکنه. یک مارکر اگه برام بدید. 3 چیز یکی دیگه خود تمدید میکنه. موفقیت، هدف، اعتماد به نفس. این 3 تا گره خورده است. یکی بدون دیگهش نمیشه. خوشبختانه سیمینار موفقیت قبلا خلاص شده. 50 اصل گفتیم. بسیار خوب سیمینار بوده. و در این 50 اصل اشعار بسیار خوب اقبال بزرگواره گفتیم. این یک دفعه گوش کنید. هر گامش یک گام از برای اعتماد به نفس. سیمینار هدفه که ما و شما نه یک جای بودیم او را تعقیب کنید. اینا یک چرخیست که یکی دیگه خودا تمدید کرده میره. فلش ها ببره این اصد در ملتون برتان مندازه. 50 افغانی دادی به سیستم درسی کمک کردی خوب نکردی هم او را متوی. ولی حتما این دوتا را کتش یک جای کنید. هر کسی که موفقیت اعتماد به نفس و هدف یک جای گوش کنه به این نتیجه که مورد بحث است میرسه. گوش کنین، اعتماد به نفس، موفقیت و هدف. اینی 3 تا تاثیرگذار بالا ایره تشدید میکنه. اعتماد به نفس موفقیت بار بیاره، موفقیت هدف تو را کمک کرده میره. هدف جور که موفق میشی، موفق شی، اعتماد به نفس پیدا میکنی. این و تینا یک چرخ است. یک چرخه انسان موفق مثل تو. این اینی تو نازنین است. این دانتام خوش خنده میکنی، پیروز شدی، وطنکتام جور کردی. ده اینی چرخه خدا بنداز. دوستای نازنینم، ما 3 تا اصل بر شما ترتیب کردیم. این 3 اصل مستقیم و غیر مستقیم اعتماد به نفس ما را بالا میبره. امی 3 تا دستور بشنو و عملی کرده برو در زندگی. اولین اصل توکل به خداوند متعال است. سپردن خود به خداوند متعال است. اگر میخوای اعتماد به نفست خوب شو، اول خدا به خدا بسپار. خودت تنها احساس نکو در مسیر زندگی. ذاتی که کل دنیا در ید قدرتش است، او امرایت است. خودش وعده کرده، گفته کسایی که ایمان آورده من از او دفاع میکنم. خودش گفته کسی که بر من توکل کنه من برش کفایت میکنم. کسی که بر من توکل کنه من از او حمایت میکنم. من از رگ گردن نزدیکتر هستم. من در قلب مؤمن جای دارم. بنان یادتان باشه همیشه یاد خداوند متعال را نموده با قدرت و یاری و اعتماد داشته باشید و در همه جا او را حاضر بدانید. هیچ جای تنها نیستی، هیچ جای نترس، هیچ جای نلرز.
ما در سمینار قبلی در مورد بعضی گپایی که سبب میشد انگیزه بگیریم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردیم. در اینجا میخواییم چون گپ توکل است از ابراهیم خلیل الله، بابای اصلی ماییست. اینو تو بابا داشته باش که برش افتخار کنی. بابایی که هنوز خودش پایده فرار باشه او بابا نیست بچین. یعنی ما همیشه محو توکل ابراهیم خلیل الله است. این دو صفت اخو میفهمین، یکی حبیب الله است یکی خلیل الله. خلیل الله کسی است که خدا را دوست داره. حبیب الله کسی است که خداوند او را دوست داره، یک دوستی دو طرف است و او صفت پیامبر مبارک ماست. خلیل الله دنبال رضایت خداست. حبیب الله خداوند او را رضایت شکار داره. اما توکل در زندگی ای پیامبر بزرگوار ما، از خانی بت‌ساز به دنیا میاد ولی بت‌شکن. در مقابل بدر موتو، در مقابل آدمای خرد خود از دست میتیم. آدمایی که خودش فراری است خود از دست میتیم. افتخار ما است که یک خواهیم یک تاکس گرفته بتانیم. این در مقابل یک امپراتوری است آدمی شه. وقتی تو نبود مثل یک افغانستان جای باشه، یک صاحب ایتو قلم روای ناب داشتن این امپراتورا که آفتاب غروب نمیکرد. در مقابل اونو تو یک جای است آدمی شه میگه من بت شکن استم. میره کل بتا را مشکنه تورم در بت کلان مندازه. شما یک دفعه شهامت ببینید چه قیش در وجود ماست. ما هنوز بت وجود خود نمیشکنانیم. بتای دیگر خوبان. ما برای ساختن خود تلاش نمیکنیم. ما ناملایمتای کشور خود حل نمیکنیم. ما یک صفحه درس صحیح نمیخوانیم. یک دفعه تفاوت ما رو ببینیم. اینی باباییست که تو خود کتش مقایسه که کای مسیر میری یا نمیری. و از این یاد بگی توی تو باباییشو که صبح واقعا تو بابا باشی. افتخار شو سرت. دعوت نمرود به یک تا پرستی میره پیش یک امپراتوری مثل نمرود، میگه به خدا ایمان بیار. تو برای خود هنوز جرأت نداری بگوی تلویزیون دیدن بس کو، به خود نداری که یک ساعت شب زیادتر بشی درس بخون. میره میگه بیا خدا را پرستش کو. وقتی میگن داتش مندازی میشه عذرزاری رو شروع میکنه که نه خیر صاحب نندازین مرا تیر برو هرچی میکنه نه نگه بندازین. من نمیترسم از دیگه پا. ما آمدیم که تو رو به یک تا پرستی دعوت کنم. تو چه قدر شهامت داری؟ بعدش از اونا خو نمیترسه که نمیترسه. جبرئیل امین پیش میام میگه چی میخوایی؟ میگه از تو چیز نمیخوایم. ما این همی کسایی سلفی ها رو چرا زیاد مردم میگیره؟ که پدرهایشان خوبان ده یا آخر بچهایشان میشیش بچهش ده چوکیش ده بود بالا استازهای پهنتون میرفت پیش یک بچه بی سواده که گفت خود گفته نمیتونه چون بچه فلانی جانه چون پدر شهرک داره بلند منزل دارن استازهای پهنتون به افتخار نشته میکرد امروز بدیدن فلانی جان فلانی زاده جان رفتیم و مشرف شدیم به حضورشان. ای چی هست یک سایی اینای ما از چاپلوسی است که میگه مگه از اینا از پدرش از خودش کدام چیزی بر ما برسه؟ جبرئیل امین میگه چی میخوایی؟ میگه از تو نمیخوایم. بعدش میگه خب بگو از خدا چی میخوایی که پیامبر میگه او رام بر تو نمیگم. خود خدا میفهمه. اینی را میگه شهامت. او جاتش پیش رویش است. و خدا اندام ببینه تو نمیکنه که در سر چشته بود و گازی که منداختن کجا گلزاره میدنید او رو تا آخری لحظه امتحان میکنه کی چقدر شهامت داره. و خدا اندام بیپاداش نمیمانه در مقابل از این حالت هم افزد میکنه این حالت هم این جامعاته شه برد گلزار میکنه. وقتی تو شهامت داشته باشی این امی وطنه تا برد گلزار میکنه که تو شهامتش داشته باشی. بعدش مهاجرت میکنه. مهاجرت هدفمند میکنه. نمیگریزه که ما برم یک جای کشور آباد باشه. یعنی که برش زمینه را سخت میسازن قصد جانش هم میکنن. بعدش باز به دستور خداوند پسر دو ساله خوده که مثل جان خود دوست داره. بعد از سالها برش خدای پسر داده. امرای بی بی آجر در یک دشت لامیده.
و او میگه این امر خداست که ما را مندی میگه میگه ما قبول داریم و دمو دشت برش چشمه جاری میسازه باز امتحان کامیاب شدی خدا کمکت میکنه تو بیه یک دفعه به شهامت درس بخوان ذهنت باز میشه یا نمیشه تو گلیتیس ولی من درس یاد نمیگیرم خود تو زیادی درس نمیخونی بچه تو هنوز دلت از تلفون از تیک تاک کنده نشده تو دلت از سریال از دوانا کنده نشده و از سریال ها کنده نشده خود این تعلقات است دلت که دو بند باشه در کتاب بند نیست تو اگه از کلی چیز کرده کتاب دوست داری یک هم ساعت همون چیز هم میبینی سعیست ولی تو تا دوی شب دلت میزنه کلم فوتبال چی شد تا دوی شب دلت به کتابت نزده خود تو دو امتحان ناکام هستی که مغزت خراب شده رئیس و بعدش وقتی میگه قربانی کن همین پسر کالی به نوجوانی رسیده میگه قربانی کن میگه سعیس قربانی میکنم و ای امر خدا را سکو و او پسرام نمیگریزه کلا پدرم قربانی میکنه بیاد دو پای دارم دو پای قرض کنم بگریزم میگه نه پدر امر خداست مرا میگه صبرا میافی ما مستم میگه شیطان پیش بی بی آجر میره که بچه تا قربانی میکنه خدا برش گفته میگه خدا گفته آه میگه فدای خدا او نمیگه که خدا بندازه در پایش که بچه مرا قربانی نکن تو بچه ایمت امتیانه را از موتو از آروم سیشن نگرفته از آروم سیشم نگرفته ده چیزای بسیار خرد ضعیفی میکنیم هر که بر لطف خدای خود توکل میکند گرکشت بار غم عالم تحمل میکند بیمی از آتش مکن وقتی توکل چون خلیل که از توکل آتش نمرود هم گل میکند جام گردون از غم عالم نمیگردد توهی قدر وسش هر کسی از آن تناول میکند بیشتر از خان دوزخ نان غفلت میخوریم نان غفلت این وال ما خراب از غفلت هر که عمر خیش را صرف تغافل میکنه در کار بیهوده هر کس مصروف باشه در سرخان دوزخ پیش ریشوار است اینم تا حالش خراب است مثل موتو نیز در قاموس هستی هیچ کاری به حساب کار را هر کس به مبنای تعادل میکند خط و مش زندگی را نیز جبر انتخاب هر کسی با فکر خود سیر تکامل میکند میره به فضا عکسارا میگیره با فکر عزیز که در کجا بر خود سکنه جور کنه فکر خدا در سراب زندگی لب تشنه از حق غافلیم ورنه زیر پای ما صد چشمه قلقل میکند ما غافل هستیم دومین اصل اصل اول خدا سپردن به خداوند از امیال خدا به خدا بسپارم خدایا به شوقی رو گوش میکنم اعتماد به نفس ما بالا بر بدون خواست خدا در زندگی مسلمان چیزی واقعی نمیشه بگو خدایا ما مینه تلاش میکنم ما هم سیمینارا رو تعقیب میکنم ما هم میشنم با تمام وجود تو هم کمک میکن دوم هوشیارانه زندگی نموده و افکارتان را کنترل کنین و باورایتان اصلاح کنین اگر میخوای اعتماد به نفست بالا بره ذهنت را کنترل کن بزرگترین کامپیوتر دنیا اینم اینجاست اینه در بین دوتا گوشت امیر خوب کنترل کن ذهنت فکر منفی جای نته فکر ناتوانی جای نته باوری که نمیتونم جای نته چرا نمیتونم مسلمان هستم خودم به خدا سپردیم بر تمام توانایی رو داده به یاری خدا ما هر خواستی داشته باشم خواست مطلوب و اخلاقی خودم میرسانم چرا بگویم نمیتونم بنان ذهنت کنترل کن افکار منفی رو جای نته نمیتونم نمان فکر بی جای نمان کلش با فکر مثبت پر کن گوش کنین در واقع کنترل افکار و تسلط بر ذهن یکی از ابتدایی ترین اصول توسعه فردی به شمار می رود یعنی اولین اصل توسعه فردی و موفقیت فردی کنترل ذهنت است ذهنک تا پاکو ما چی میکنیم این اید تیر شد ما دید البته ایدتان مبارک انوز خواه افروز نشده دیگه ما دید میگیریم صافی ها را هلا شیشه را صافی کن شیشه پاک اما اینجا ناپاک ذهن خود صافی نمیکنیم بچیم در عید در روز جمعه در برات در اول ما در آخر ما هر دفعه ذهن تا پاک کاری که یک صافیگک بگی مغز تا مغزه که تا پاک کن یه جرام نیک اجاره تو پای مغز تا پاک کن خیر بیرون هم خانه هم شیشه هم اونام پاک باشه ولی اول بچه مغز ما باید خانه تکانی مغز تکانی باید بکن افکار منفی را افکار ناتوانی را کینه را کدورت را دست گدایی را فکر گریز را اینا را اوسوکو اسادت اوسوکو دشمنی رو اوسوکو رقابت اوسوکو برنامه‌های بی جای اوسوکو این جره پاک ذهن تا پاک کن
کسی که میتواند ذهن خود را مدیریت و کنترل کند در درجه اول تمرکز خود را از دست نمیده. وقتی ذهنت مدیریت که تمرکز داری، خوب درس خوانده میتونی، خوب فکر میتونی، خوب پیشرفت میتونی، ذهنت کنترل کن. و در واقع با افزایش تمرکز و کنترل ذهن، کیفیت عمل کرده ما بهبود پیدا می کنیم. نه چقدر ذهنت متمرکز، اما کیفیت زندگی بالا، اما تاثیرگذاری بالا، اما فکرهای خوب خوب به ذهنت می گرد. زمانی که ما موفق شیم ذهن خودمان را مدیریت کنیم، از شر افکار اضافی و مزاحم خلاص می شیم. یک سیمینار سر از اینکه ذهن خودم مدیریت کنیم خود داشتیم. یعنی شما یک عضو بسیار عادی مثلا می دستم اگر کنترلم نباشه، اول دم 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 داریم میزنه، بازی تو بند میکنه، این چشم من میکشه، پایین در کنترلم نباشه، داریم سر سرک مره میره، داریم زیر موتر مندازه. اینا عضوهای بسیار اصلی نیست، عضو اصلی مغز است. این که در کنترلت نباشه چی بدبخت. بنان سر از این صحبت خود کردیم، ولی از امروز تو کوشش کو فکر منفی میاد بگو، من نمیخوام منفی فکر کنم. چرا فکر خوب چرا نکنم؟ ایفی ذهن مبارکت نکرده ده ای فکرهای بد بیاری، فکر دشمنی کسی میاد. نه من کار ندارم دشمنی چرا کنم؟ من وقت بر دشمنی کسی ندارم، من بر پیشرفت خود کار میکنم. حال دیگه او چیرک فراد دریا خوانده با یادم نمیاد، میگه دا جوان زمونگ ده محبت لپاره کم دی، ایریانم چه خلق نفرت تا وزگاری گیز سنگه، با محبت یه عمر کم از تو با نفرت چو تو وقت پیدا میکنی. سومین اصل اصلاح نگرش است. نگرش چی مانا میتا دوستای نازنین؟ برداشت ما از قضایا. تفاوت انسان ها در تفاوت نگرششان است. یک موضوع پنج نفر پنج نوع نگرش داره. مثلا یک حادثه واقع میشه، یکی غمگین است، یکی برش گریه میکنه، یکی خوش است، یکی خنده داره. به من چی میگه؟ نگرش ها فرق میکنه. یکی اینم امروز میگه وطنم چطور ساخته شده، یکی میگه با ما چی؟ ما تیک تاک خود جور داریم. دو تا نگرش هست، اردیش افغان است، ولی دو تا نگرش جداست. بنان گپ اعتماد به نفس و در مجموع گپ ساختن زندگی اصلاح نگرش هاست. از نظر نگرشی تقسیم بندی را ما خودم کردیم، چهار نوع انسان تقسیم بندی کردیم. به خاطر از اینکه ام یک چیزی که همیشه به ذهن من میگشت که در رسانه نادرست سرش صحبت میشه، که میگفتن نیمه پر گلاس ببینیم، پر نظر من است که نیمه پر گلاس نباید ببینیم. گوش کنین، ما یک گلاس داشتیم، چه کجا من رسم گلاس برتون گرفتیم، اینمی گلاس است، نیم آب داره، این گلاس است. یک نفر اومده میگه نیم از این خالی است، یک نفر این گلاس سر داره میگه شکر نیمش پر است. هر دوشم یک گلاس است، همون مقدار آب است، اما دو تا نگرش مختلف است. یکی میگه خدایا نیمش چه خالی است، یکی میگه شکر خدا نیمش پر است. دو تا تفاوت است در دیدگاه. بنان شما همینجا گوش کنین، همینجا یک گلاس داشته باشیم، نیم از همین گلاس پر است، نیم از همین گلاس پر است، نیم گلاس آب داره. ما براتون نمیگم تنها نیم پر ببین. چرا؟ اگه بگویم تنها نیم پر ببین از نیم خالی بی خبر میمونیم. توصیه ما بر توی است نیم پر را ببین، نیم خالی را ببین، اما توجه بالای نیم پر باشه، توجه به نیم پر باشه. شکر بکش که نیم گلاس پر است، ولی از خود سوال که نیم دیگه چرا خالی است؟ این را چطور میتونم پر کنم و بخی اقدام که پر کنم؟ خواهی استاد ما از امروز بریم کل سیمینار تا این بود که بریم گلاس ها را پر کنیم. نه بچیم، گلاس مثال است، گلاس مثال است. این گلاس خودت فکر کن، نیم پر نقاط قوتت، نقاط قوت، نیم خالی نقاط ضعف. اینالی ما دو تا انتخاب داریم، یکی که نیم نقاط قوت خودت تنها ببینیم، نقاط ضعف برای کل عمر باقی میمونه. میال یک تعداد میگه بیا بریم سیمینار، سیمینار حق استاد در جیب ماست، در کدام جیبت؟ در جیب بغلیم، در جیب بغلی. او چی هست؟ او تنها نیمه پر خود دیده، از نقاط ضعف خود خبر نداره. اگه بگوی خب بگوی همین نگرش تعریف، یکی از این تعریف ها را ازش گرفتی پرسان کن، اما او که تو گفتی بیا سیمینار که را دشخندی کرد، برو پرسانش که یک تعریف هست. او ایت نقاط ضعف خود نمیفهم، بنان این امرای حل نیست، ولی این امرای حل نیست که تنها نقاط ضعف تبینی خدا چرا نق زده میری. نه،
ام نقاط قوت بیام زفت شکر نیم بعضی نقاط قوت دارم درس یاد گرفتم میتونم سمینار رفتم میتونم آدم خوب هستم اما یک سر نقاط ضعف دارم ناوقت از خواب میخیزم در خانه بدخویی میکنم همراه برادران درسشون کار نمیکنم خود چوری نقاط ضعف است بخاطر این من ناوقت میخیزم ولی شب تا ناوقت میشینم برنامه تلویزیون زیاد میبینم چطور اصلاحش کنم شب وقت ترخو میکنم برنامه اضافی را قطع میکنم صبح زنگ خود وقت نماز میمونم بیدار میشم سعی کو نقاط ضعف شناسایی میکنی و اصلاح میکنی اینی دیده اصلی است اما تو در بخش فرض مثال یک کسی عروسی کرده همسرش تو خود ما آدم بی عیب و نقص هیچ نداریم دیگه اما بعضی ها تنها در همسر خود اونم نقاط ضعفش میبینن یک مثلا کالا رو خوب تو نمیتونه او چسی کالا رو تو نمیتونی اما دیگه خوب برات پخته خانه رو پاک کرده که اولاد درس کار کرده او رو تو در نظر نمیگیری اما نقاط ضعفش در نظر میگیریم بنان اتو نکنین در هر مجموعه در همسرت نقاط قوتشون بی ضعفشون شکر بکش بعضی خوبیا رو داره ضعفاش چطور کمکش کنی اصلاح شوه اما تو استاده مثلا من تو که میای یا بعضی وقت مکس میمونم در فیسبوک سمینار داره قواره طبیبی او اومد تا نو قواره مرا میبینه قواره من چیکار داری احساس خوبه بگو از احساس ما اونم میگه کی والا احساس داره روز جمعه میخوای یه سمینار بده در هر مجموعه بچیم هم خوبش ببینم بعدش شکر بابت خوبیش بکش بر اصلاح بدیش تلاش کن به اینی خاطر این حال انسان ها را ما چهار قسم تقسیم کردیم یکی که تنها اینجا را میبینه نیمه پاره این را میگیم خوب نیست خوب نیست دلیلش را برات میگم دلیلش را گفتم تو تنها خوبی ها را میبینی بدی ها را بیخبر میمونی کل عمر بدی باقی میمونه یک تعداد تنها بدی را میبینه کل عمر خود رنج میتن نو سوم کسی کم خوبی را دیده هم بدی را ولی توجهش بالای بدی هاست خود را نق زده خورده راش لذت این نیمه پرام نمیبره اما خوبترینش روز کم نیمه پر دم خالی شکر نیمه پر میکشه از نیمه پر لذت میبره نیمه خالی را ترمیم کرده میره هر روز بنان به این خاطر انسان ها را ما چهار نوک تقسیم کردیم نام ماندیم سرشان اول خوشبین مثبت بین واقعی بین حتما فهمیدین که نمی هم او آدم ایست که اردور دیده توجهش بالای خوبی است آدم خوشبین مثبت بین واقعی بین کسی که برای اعتماد به نفس اینمی را ضرورت داره می تو آدم باید باشیم در زندگی کسی است کم نیمه پر گلاس دیده هم نیمه خالی را توجهش بالای نیمه پر است شکر میکشه نیمه پر است نیمه خالی را اصلاح میکنه علتش را پیدا میکنه برش تلاش میکنه از امروز در زندگی توجه بالای خوبیای زندگی یک لیست از خوبیا بساز یک لیست از نقاط ضعف شکر بکش 10 تا خوبی داری 5 تا بدی چرا به وجود آمده علتاش چی است راه های حلش چی است بر از بین بردنش تلاش کن تو میشی آدمی با اعتماد به نفس که مصداق از این می 3 تا شعر از گوش کنین کمال سر محبت ببین نه نقص و گناه که هر کی بی هنر افتد نظر بیب کند تو خوبی های مجموعه را ببین از بی هنری تو است که تو میری چی را میبینی عیب میبینی از بی هنری تو از که عیب میبینی هنر در اینجا چی است اعتماد به نفس کسی که بدیا را تنها میبینه هنر اعتماد به نفس نداره کسی کی هنر را پیدا کرده اول که میره خوبی ها یک مجموعه که میره اول ای آمد ای شکر صنف است پکه است استاز آمده گپ میزنه تلاوت شد ختمانه خوانده شد این خوبی هاست اما یک نفر دیگه که میامده اعتماد به نفس چقدر خراب است که فقط بدیا را چین درایی ای صدای از این چقدر خراب است چقدر غیزک میزنه چقدر غل مغال میکنه چقدر گله میکنه او تنها بدی ها را میبینه بنان در زندگی خوبی ها را بیه اگر بدی میبینی تو مشکلتیست که هنر نداری گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن تو دانش ترکیب رنگ نمیفهمی اگر بفهمی میگی دهی برگ گل دهی بطی خور چی گل مقبولی است تو نر نداری هی گل خراب است گل چطور خراب است چشم تو خراب است نگرش تو خراب است سلایدارم ما در ختم هر سمینار بعد از این انداخته میریم از سمینار رو باز میتونیم بگیریم گوش کو شعر دیگه هم کمک ما میکنه بود خار و گل با همه هوشمند چه در بند خاری تو گل دسته بند خار گل یک جای است نیمه پر و خالی یک جای است تو چرا دهی خار حالا خار حالا خار خار چیکار داری چه گل مقبولی است با احتیاط از جایی بین که دستور صدمه نرسانه کسی که اعتماد به نفسش منفی است هی گل چقدر خور داره اما کسی که اعتمادش مثبت است دونمو خار هی خارا شکر هی خار گل داره توجهش بالای گل است
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ حافظ بزرگوار میگه. ما یک برنامه گر دارم ولی نمیم باز بخیر. حافظ بسیار زندگی رو خوب تشریح کرده که سرش باز بخیر. ما و شما صحبت کنیم زندگی از دید حافظ که چیزه. میگه از باد خزان نترس، گله نکو. نام باد خزان ده اینجا باد ناملایمت ها، سختی هاست، مشکل میه، بعضی وقت فقر است، بعضی وقت درد است، بعضی وقت رنج است، ولی یادت باشه گل بیخاری جایی نیست. هر جایی که راحتی سختی های خودم داره، ولی تو شکر نعمت ها را بکش، در مقابل سختی مقاوم باش. گروه دوم بدبین و منفی بین. بدبین و منفی بین کی را نام ماندیم؟ این هم نیمه پره دیده نیمه خالی، این هم نیمه پره دیده بود نیمه خالی را. این گروپ اول در زندگی سالم، شاد، موفق، با اعتماد به نفس است. گروپ دوم بدبین چی است؟ منفی بین چی است؟ نیمه پر آب دیده نیمه خالی را، اما توجه سر نیمه خالی است. نق زده میره این نیمه چرا خالی است؟ هی واسه بگه شکر نیمه پر است، یعنی نقاط مثبت منفی خود دیده، اما سر یک نقطه منفی آنقدر چسبیده که کل خوبی ها را فراموش کرده. یعنی ما در ماینه خانه بین کتمه میشینی، کسی میاد به خاطر یک بینی کل ولایت اعلا داده، بینیش هم از من کده مقبول میگم بدل میکنی کتمه بینی تا یک بینی کل زندگی را اعلا داده. او میگم یک زندگی یک بینی او صد تا خوبی خود نمیبینه، یک تا بدی دیده که بینیش یک کمک چنان است و چنین است، کل اعلا داده. متوجه گپ هستین؟ بنان اینا چی است؟ بالای نقاط ضعف خود توجه میکنن. بعضی ها رو دیدین همه شخصش از یک طرف است. چرا؟ میگه بر ما گفتن که از طرف راست مقبول معلوم میشی، کل عکساش به طرف راست. ای چی است؟ سر نقاط منفی تا اینا چی میشه در زندگی؟ افسرده میشن، جگرخون میباشن، عصبی میباشن، اعتماد به نفسشان منفی است. گوش کنی شعر برشان جرمیه. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، اگر بگی میتونم جرم میتونم وطنم میسازم، میش قدم بان میشه، یک قدم تو بان صد قدم خدا برات کمک میکنه. و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی، اگر بگی نمیتونم صحیح صحیح برو بشین، نمیتونی از تو چیز جرم نمیشه. یعنی اگر بگی نیم گلاس خالص، بله راست میگی نیم گلاس خالص برو بشین. اگر بگی نیم گلاس پر از شکر، بله شکر نیم پر از شکر که نیم دیگه شام خدا کمکت میکنه پر میکنی. نو سیوم خوشخیال هاست. خوشخیال اونمون کسایی است که تنها نیمه پره دیده، کل عمر عیبایش باقی میمانه. اینا از نظر علمی آدم های منیک هستن، مانیا دارن، خوبی ها را میبینن، یک تجارت تشینده کل پیسای خود را میره بند میکنه، اما عیبای زور سنجش نکرده بود. یک کسی را در یک آروسی دیده، یک دلنه صد دل عاشق شده، وقتی که بازور در خانه آورده در آشپزخانه میبینه در فرق بر خود زده را از کیچی بد کرده. تنها خوبیا را دیده، اتو نکنین اینجا خوشخیال میشین. بعضی ها را دیدین در زندگی بیخی هوایی است، این شعر را گوش کنین. پرواز در هوای خیال تو دیدنیست. پرواز پرواز کنه اول کوک بالا پر، بازو هم در هوای خیال، در هوای خیال تو بازو هم دیدنیست، این خیالاتی. حرفی بزن که موج صدایت شنیدنیست. اما بدخیال کیست؟ بدخیال اوناست که تنها خالی را دیده، تنها نقاط ضعف میبینن. اینا بیخی حالشان خرابه، برای از اینا دنیا دیگه بیخی تیره و تار است. بعضی ها دید تارو برو شوی که میگم سیمیناری چی مرگ آمادی کفن خود فرمایش دادی وصیت منش همین دنیا از افغانستان، در افغانستان تو میخوایی سیمینار بیتی؟ هیچ به هیچ چیز دیگه اینا باور نداره. از خدا هم که بگی خدا، از خدا گردر نه کدام خدا، من صد دفعه دعا کردم نشد. او بیادر کد خدا تجارت اندختی، دو رکعت نماز میخوری، دو ساعت خواسته رو ایستی، او هم یک چیز صحیح نمیخوایی که خدا از شخصیت من جور کو، اعتماد به نفس من جور کو، انسان جور کو، اخلاق خدا موتر، خدا خانه، خدا پیسه، قبولید به چیزایی که میخوایی میخوره به خدا رو بخوره، همین خودت همین چیزا باشه بر خود میدی. بچه اول بخوای بگو خدا یک شخصیت، تو شخصیت بخوای خدا موتر، اینا رو بر خود به خود میایه. گوش کن اینجا شیرش چی هست؟ گرت ای جویی از در سرشت، نبینی ز تاووس مگر پای زشت. اینا کل تاووس ها نمیبینه، پر از زیبایی را نقش رو نگاره، فقط پای سیاه تاووس بیچاره را میبینه که پای سیاه است. این تاووس چقدر پای سیاه است؟ او رقم کو بیاره ماندی؟ تو خراب استی اصلا. در حالی که شعر دیگه است میگه عیب اهل هنر نگه داره. شما به او جایی برسید که عیب بر رخ کس نکشانید.
عیب اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. پیش طاووسه که دیدی حتی نام پای نبرو، خودش هم از پایش رنج میکشه. تو اموره یاد میکنید زخم میشه، تازه نکو. دیدی که یک کسی یک عیب داره، تو عیب هیچ یاد نکو. تو یک قبعی بزرگی برست. نهایتاً گپ ما که نگرشتان اصلاح بسازین، خوبیاران ببینین، بدیارا شکر خوبیارا بکشین، بدیر اصلاح کنین. در جامعه، در زندگی، در خانه، خانواده، در خود، بدیار اصلاح کنین. چهارمین اصل، مدیریت و مسئولیت کارا را به عهده خود بگیرین. خود ما مدیر کار ماستیم، خود ما مدیر زندگی ماستیم، خود ما مسئول زندگی ماستیم. کسی دیگه مسئول زندگی ما نیست. خارجی مسئول ساختن وطن ما نیست. خودت از شروع از خود کو. خودت حاکم قلمرو وجود خود شو. وقت خوابت، وقت بیداریت، وقت درست، مقدار تلویزیون دیدنت، صحتت، ورزشت، سمینارت، کتابت، کل خودت مدیریت کو. قرار نیست در خانه مادرت بخی بچه وقت خواب شده، بخی بچه بیدار شو. نکو، خودت شروع کو. بچه توی که در فکر از ایسی که داینده اگر رهبر باشی، رهبری را از وجود خود شروع کو. ببین در قلمرو وجود خود چقدر رهبری میتونی. اگر در خود موفق هستی، در بیرون هم شده میتونی. اگه تو برای خود نمیتونی، برای خانواده نمیتونی، تو وطن چطور رهبری میکنی؟ جای شنیدم نخوندیم، شنیده را براتون میگم، باز خودتون یه دفعه تحقیق کنین. میگه از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خواستن که بچیش عبدالله را در یک ولایت یا جای کلان مقرر کنه. گفت نه، این کت خانم خود گفت مشکل داره، کت خانمش مشکل داشت، که تو نتونسته جور بیه، فضای خانه خود جور نتونستی ولایت چطور کنترل کنه. ما خود کنترل نمیتونیم، دعوای ریاست و مدیریت و ولایت داریم. بچیم از امروز سر خود شروع کو. با وجود خود که موفق شدی، در خانوادیت که موفق شدی، تو بله مدیریت رو یک کشور هم میتونی. ولی وقتی که خود جور نمیتونیم، خواب بیداری خود کنترل نمیتونیم، وطن از چی خود ساختی؟ از امروز بچیم عکت رهبر کو. از امروز که از اینجا بر اومدی مثل یک رهبر قدم بزن، مثل یک رهبر نان بخو، ورزش کو، نماز بخوان، با انضباط باش، با اخلاق باش، با احترام برخورد کن، در خانه منظم گپ بزن، گپ بیهوده نگو. چرا بیهوده نگو؟ از یک رهبر گپ بیهوده شنیدنش نشخن جور نکردن، ویدیویشان نمیمانه که گپای بیهوده بیهوده گفتن، میمانن که اینی تو گپای بیهوده گفته بود. خونه تو میشی عادته که خوب کن، مثل یک رهبر. دوست از اگر باز رهبر نشدیم، چی نشدی که نشدی؟ کلی که میگه تو شایسته رهبری بودی نشدی، ولی میشی. و خدا این دیگه از این وطن من که وقت طرف تو سعی میکنم، فقط یک افتخار میکنم، میگم 20 سال بعد من هر کارم در دفاتر اگه زنده باشم کردار، در دفتر من باشه کارم همیشه، من در وجود شما با خدا ریاست رئیسا، وزیرا، رهبرای بسیار بزرگم میبینم. وقتی تو متحد به کشور هم باشیم، اخلاق خودم جور کرده باشیم، تو رهبر نشکی میشه، درس میخونیم، هفته میبینیم، یک هفته زحمت کشیدی، جمعه سمینار میبینی، تو رهبر نشکی میشه. با خدا خود از این مردم خوب پیشید بیا. بگه سای بیا، ما از یه اولادای عاقبت گرگ زاده، عاقبت گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد. با آدمی هم کوه بزرگ نمیشه. اوخ کردم گرگای خود، گرگ زاده را دیگه مردم خوش نمی کنه. میگی درنده خویی داره، پیش تو میام. میگه تو اولاد وطن، صادق وطن هستی، بیا تو تخصص شام داری و ما هم برات باز بیم پشت دفترت کارت نمی کنه. میگه اینا ویدیو ده سمینار آمده بود. ما خود تو کار است، تو نمیخوایم برام کدام کار غیر قانونی کنه، هیچ ما تو چیز نمیخوایم، یک چای خوردن پیش خوب بیایم نه. بگو می نه صاحب منکر نشین، بگو نه ما خود ما از اول اعتماد به نفس داشتیم. خیر ای بر دفتر تو نام نمی زنگ میزنم، زنگ میزنم این شکر که یک جای رسیدی. ولی از امروز شروع کن، مسئولیت کارهایت خودت بگی، مدیریت کارهایت خودت بگی. با خدای من در خانه اگم دفعه میگم بان خیر اگم کارم خودم بکنم، یک کالای خودم اتو کش کنم، میگن این مصروف است، تو کار بیرون برسه ایست نمیتونی اتو کنی. تو خوش رو کن بچه، یک گلاس آب تعظیم روز که رفتی همین نان چاشت، لطفا سرخ بیادر خوار خوردت غال مغال نکن، بخی یک گلاس آب بتی. زیاد خانه جنگ سر یک گلاس آب است، سر یک گلاس آب نیمشه سردگاه شما پر میکنین، بخی آب بیار نکو. خودت برو یک گلاس قهوه تام بخو، همونجا بگو چه قیمت مود بنام پیدا کردیم. خدا از یک گلاس آب شروع میشه، یک گلاس که دیگه بیار سر دسترخوان بون، کسی اگه آب اشتیا داشته باشه. آ یک چیز دیگه هم بگو، این ما خراب شده، ما را کس راهنمایی نکرده بود. تو از امروز همی ادبی گپ زدنم تمرین کن، ادبی گپ زدنم که تو این تاو نگویی هم تو آب باشه سر زبان. ما خود
ما را کسی یاد نداده بودی سیمینار را اگر که من از خوردی میگفتن گاب بگاب آب 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 امروز بر تو میتونم یک گلاس آب ولی یک گلاس آب میگم عادت شده نی خیره این سرتان کار کنیم گوش کن بچین انسان های مسئولیت پذیر در مقابله با مشکلات گرفتار سرگردانی نخواهند شد حوال آدمی که مدیریت کار میکنه کمتر به مشکل میخوره بعدش روبرو هم شد وارخطا نمیشه حلش میکنه انسان های مسئولیت پذیر قابلیت بالایی در انجام به موقع و صحیح کارها دارن در وقتش کار انجام میده و وقتی در وقتش انجام میده صحیح هم انجام میده بی وقتی شد وارخطا میشه عجله میکنی کار خراب میشه حالا نو وقت شد حالا این من دو من جراب من یک بار جراب پوشید یک لنگ یک لنگ یک لنگ پوشید یک لنگ یک لنگ پوشید خراب میشد با وقت بیدار شو با وقت کارکای تبکو در وقتش کل چیز جور مقبول منظم می باشد انسانهای مسئولیت پذیر در عوض مقصر جلوه دادن دیگران در مشکلات و توجیه شکست ها آن را می پذیرند به گردن دیگران هم انداده از دست تو صبح خسته غال مغال امتحانش نواخشده او مادر از دست تو امتحانم نواخشد بچه از دست من چه نواخشد نواخت تو یه خیزی از دست من نواخشد و خدا ما اون قصه چی خوش میزیاد تکرارش تمام گوش کنی خب این آدم هم تو میرفت شما خاپور نوا خسته مسئولیت خود اعتماد به نفس نامده بود سمینار دیگه او میره پای پانچ دم افتاد شیطان لعنت به تو شیطان آمد لعنت به خودت کن لعودی احمد پیش پای تا سعی کن من چی کار دارم پای تا سعی آدم ولی بار آلی ما چی میکنیم هر بدی دل ما شد ای از دست شیطان با خدا شیطان قبی کار باشه که ما تو کار باشه خود ما شیطان گشتیم هیچ میگه در این وقتا شیطانی طرف ها نمیه می خود از اینا از مگره خوب باید میکنه این قدیزایی که میگه اینا بیهوده کاری میکنه می قریج یاد نداشتم نکو خودت مسئولیت پذیر است دست خودت خراب شده ما در هرچی درس یادم میگه والا از دست استاد است دست من چیست بچیم با خدا من زحمت نمیکشم تو درس نمیخونی تا که باز نقصش چی میشه؟ سعید بورن ملامتی رو در گردن من پرتو اما نقصیست که تو هیچ وقت آماده اصلاح نمیشی روزی که خود ما پذیرفتیم که از دست خود ماست نقصه که قبول کردیم بر اصلاحش اقدام میکنیم انسانهای مسئولیت پذیر برای جبران شکست در جهت موفقیت تلاش میکنن و اموری را که بانها واگذار میشد به نحو احسن انجام میده اصل پنجم به خود رسیدگی نموده ظاهرتان را پاکیزه و آراسته کنید این مهم است یک ذره به سر وضعیت برس پاکک باش نمیگم قیمت پوش باش نگفتم برند پوش باش این تو نگفتم پاک پوش باش نظیف باش خدا در او درد گرفتارت نکن او خودش کم بوده اعتماد به نفس است که تو لباس قیمتی بپوشی حتما نه اگه آدم نباشی که هر چی قیمتی بپوشی نمیشه بر رنگی که خواهی جامه میپوش من از طرز خرامت میشناسم وقتی آدم نباشی نمیشه این مثل از همون گوش کنی میگه کسی رفت گفت صاحبم این تلویزیون چند است قیمتش گفت برو گمشی بی عقل به تو نمیفروشم ای البته گفتی سر وضع من خوبیش نبودی فهمید رفت یک دریشی برند پوشید آمد گفت بیادرم تلویزیون به چند گفت و بی عقل یک دفعه گفتم به تو نمیفروشم گفت و خدا یه اطمانی هم سعی نبوده خارج زنگ زد کس فلانه لباس ها روان کنی ناینک یا چی باز آمد گفت این تلویزیون بچه گفت و بیقل چند رو بگویم بعد گفت غصه ایست نمفروشی اما از این چی میبامی که من بیقل استم لباس ها که تغییر دادیم قیمت ترین میبامی چند هزار دلار است این نکتایی و اینا چند تا قصیر است چقدر خریدیم از چی میبامی من بیقل استم گفت از این میبامم که ماشین کالوشه تلویزیون گفت رئیس بی بنان بچی مگه آدم نشیم مگه اینجا جور نشه لباس قیمتی مشکل ما را حل نمیکنه ولی پاک باشی بچیم پاک باش خود دوز داشته باش به سر و وضعت برس یا خوشبوی یک اترک اگه دور استفاده خوب اولو میشی همونجا خود بدنت میگه ولی این آدم مرا دوست داره متوجه شین بنان به سر و وضعتان برسیم پاکک باشین ستره باشین همین نماز ما میایم ذکر الله میگه روز جمعه نام خدا چطور خوب میشی خب این وقت وضو میگیرم پاک ستره میام این سیمینار دارم تو هم بگو سیمینار میرو وضو کرده بیا ختم قرآن تام که بیشی با وضو گپارم گوش که با خدا ما اوتور خدا کمک نکنه کیره میکنه از اینجا شروع میشه بنام لباس شما بخش بزرگی از تصویر اولیتان است امی اول که مردم میبینه یک دفعه سر وضع میبینه کل مردم اعتماد به نفس نداره که افکار تو رو گوش کنه که تو چی میگی تو گپ بزنی اول امی دی یک ذره پاک ستره اگه باشی خوب است ای بدون ازیام تو هم یک دوست ببینی کالاش یخنش کنده از سر وضع میگرد
تو جیت میگی عوض اولوی چی گرم شده؟ خب میفهمی که وزش خراب است نه؟ یک دوست دیگه که پاک ستره میه هیچ خوب لباس میشدی پاکستی پیام میتی بنام کشکنی یک پیام خوب بردگاه بتین خوب از واجبات روز جمعه هم است که اگه عطر و خوشبویی و نظافت و سترگی را باید داشته باشه. خب گوش کنیم، بنابراین پوشش مناسب نقش کلیدی داره. مناسب گفتم، مناسب سنت، مناسب حالت، مناسب وطنت، مناسب فرهنگت، مناسب شرایطت یک لباسک داشته باش. خوب بگه پاک اوتی شده مطابق فرهنگت، نگفتم لباس قیمتی، نگفتم لباس فلانه جای بپوش که بسیار قیمتی، مطابق فرهنگت لباسکت پاک باشه بسیار خوب میگه. ششمین گام برای بلند بردن عزت نفس، بر ترس ها غلبه کنید. با یقین زندگی کنید، با ترس زندگی نمیشه. آدم ترسو اعتماد به نفس نداره. با جرأت باش، با شهامت باش، ترسو نباش، بزدل نباش. و خدای دنیا جای آدمای بزدل نیست. چون دین در فیلم اخ یک چیز خیاط گرفته باشه این جو در گیا و عمر گیا. ترسو نباش. کس ترسید رفته خلاص از کارش. دنیا جای آدمای شجاست. جسارت اجرای کردن ایده‌های تو داشته باش. نمیگم بسیار برو تو جمزوه با پرواز بتی، میفهم خیر نمیگونه او کارن، اما همی کارهای روزمره خود خوب برسان، همی جسارت عملی کردن فکرهای خود خود داشته باش. جهان پر از ترسوهای خوش فکر هست. فکر خوش تنها مشکل حل نمی کنه. بسیار مردم هست فکرهای خوب خوب دارم و ترسوس هیچ وقت اقدام نمی کنه. جهان پر است از ترسوهای خوش فکر. هیچگاه از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست آرمانهای خیش بترس، از دشمن نترس، از حیوانات نترس، از مادر کیکا نترس. از چی بترس؟ از این که آرمانهای خود عملی نکنی، از این بترس. هیچ وقت اجازه ندید کسی به شما بگوید که نمیتوانی کاری را انجام بدی. تو نمان که بگوید تو نمیتونی انجام بدی. بگو دروغ نگو، انجام داد. بگو من ثابت میکنم که انجام میتونم. بگو تو سهل باش، من انجام میتونم. در زندگی دقیقا نمان چیزی گیرت خواهد آمد که شجاعت درخواستش را داشته باشی. درخواستی چی را میکنی؟ اونمو چیز را میتونی به دست بیاری. چیز خرد بخوای خرد به دستت میاد. هر چیزی که میخوای در آن سوی ترس قرار داره. این جمله بسیار جمله خوبیش است. سعی کنین شما یک خواسته دارین، اما خواسته تان تو پیشرویتان نمیاد. خواستی با ارزش اما تو خودش پیش روی نمیه. میگه تو با اون ارزش مرا می آدم داره یا نداره. یک ترس میره پیدا میگه، میگه ترس جان بیا من اینجا پشکت پت میشم، تو با نمی آدم جرأت و ارزش مرا داره نداره. ای چیزای خوب فرمایشات داره. مثلا شیرین میگه کوره بکن باز بیا. اگه جرأت ش نداری نمیشه. ناقت فرهاد نکو. این موفقیت یک چیز خوب چی میکنه؟ اینجا یک ترس میگه تو اینجا پیش باش، من دیگه پشکت استاده میشم، تو باش که می آدم چی میکنه. اینالی ده نفر ترسو می ترسم میبینه میگریزن اعلام توره، اما یک نفر مثل تو شجاع میانه ترسم یا پس گیگه میشه میره او وقتی اینجا سی میگیره شما کم میگیره بنان اینو تو باشین نترسی. ترس از شکر ایسی تا ترس اون در برد بگویم. زندگی تا اگه مثل یک موتر فکر کنی سه تا بریک داره. موترهای دی دو تا بریک داره. موترهای زندگی سه تا بریک داره. یکی پای بریک است، یکی آهین بریک است، نه یکی دیگر در این موتر زندگی از شترنگ بریک است. سه تا بریک. اول بریک ترس از شکست. بعضی ها موتر زندگیش پیشرفت نمی کنه که هلا شکست نخورم. از شکست چرا می ترسی؟ اکسلیتر بیتی خریگم شکست. اگه جرأت شکست نداشته باشی هیچ وقت موفق نمیشی. 13 میلیارد دلار تلسکوپ جور میکنه احتمال شکستش هست. 13 میلیارد خود شهامت میکنن، روان میکنن در مدار زمین. یک دفعه نتیجه میده. چندین دفعه پرواز دادن شکست خورد. ولی جرأت شکست که نداشته باشی موفق نمیشی. هر کس در زندگیش پرسان کردی بگو شکست خوردی که گفت نه. اولین گپ که در ذهنت آمد نگوید چی آدم موفق است. خب بگو چی آدم ترسوی است. هر کس که شکست نخورده بود ترسو است. اینقدر مثلا من اعتراف برم. من اعتراف برم من میفتم نه. بخاطر اینکه من دقت کرده رو اسمی توری نمیفتم. اونوایی میفته که اگام ذرا سرعت میگیره میفته. بناهن اگام تایی که شهامت داره شکست هم میخوره. بناهن یک بریک موترت زندگی تینمیست
کلایدرهای موتر زندگی تا خراب میکنه، تیل مصرف میشه ما پیشرفت نمیکنی. دوم ترس از اشتباه، بریک دوم. آین بریک، ما بودا اشتباه کنم. انسان اشتباه میکنه. ما اکثر گپار از اشتباه کردن یاد گرفتیم. تا جرات اشتباه کردن نداشت. ای ما از خوبترین کارا برات بگویم. از ساده ترین بگویم. اول فرض مثال اگه کسی رو شما میبینین یک موسیقی رو نواخته میتونه. روز اول میگم تو انگشتاش خوبش کار میکرد. نه ناقص 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 تا یاد گرفت. بیم مهمترینش برات بگویم. یک دکتر جرار مثال بتم. که امروزه تو نامش هم میشنوی. فرض مثال از افتخارات کشور ما دکتر صاحب چراغ علی چراغ، یا فرض مثال استاد امرخیل، نجیب الله امرخیل، اینا از عمر خود کرده واقعا زیاد جرایی کردن. یعنی فرض مثال اگر روز یک جرایی بوده اینا روز ده جرایی هم انجام داده، یک زیاد کار کردن. یا در این وقت نو جرایی قلب دکتر صاحب هستن، اینا میگن روز اول هم که گرفت بسیار شق خوبیش هم تو نه، روز اول حتی که زخم دید دم افتاد، لرزه گرفت، چند زخم از پیش خراب شد، ولی بالاخره یاد گرفت. خوبترین کارا رو از راه اشتباه یاد میگیریم. تو از اینجا نترسی، چه فکر میکنی هر کس که اومده از سخنرانی میکنه اول هم تو خوب دیگه میگی نه، به دنیا اومده بود ایواز گریان سخنرانی رو شروع کرده بود آمد بود می بیا استادش یک بار دو بار سه بار میبینی چهارم بار چه خوب سخنرانی میکنی شروع میشه. اینجا وقت تر ببین خودت هم سخنرانی کنین. بنان ترس از شکست یک بریک، نترس از شکست بچ، از اشتباه نترس، و از حرف و نظر قضاوت مردمی بدترین بریک است. ولی مردم چی میگه؟ سیمینار بنو مردم چی قاد گفت؟ تو دیوانه هستی سیمینار میری؟ ها بگو دیوانه هستم ساد، من سیمینار میری. زیاد دلش میشه بیا ولی میترسم میگه ولی ما بریم جمعه رو دیوانه نگوید. از نظر مردم نترس. استاد خیرم تو بیپروا باشیم نیخ، ما بر تو از عمر گم زده نیستیم، قانون یاد میتیم. فکر کو، مشورت بگی، اطلاعات جمع کو، خدا به خدا بسپار عملی کو. نمیگم هم تو کورکورانه برو در مسیر زندگی، ولی وقتی خدا کتت است، قانون یاد گرفتی، علم یاد گرفتی، باز ترسش دیگه کجاست؟ نترس. هفتمین گام، سوی علمی و آگاهی و اطلاعات خود بلند ببرین. اینی دیگه از کل اصلا کده مهم است. بچیم، اگر علم نداشتی تو بگوی من اعتماد به نفس دارم، تو دروغ میگی. اعتماد به نفس نداری، تو خوش خیال است. یا نظم آدم ها یوایی است. اعتماد به سخت داری. روز به روز دانش تا بالا بر. اول در خود اعتماد به نفس. تنها به سمینار اکتفا نکو. یک دو جلد کتاب در موردش بخون. و هر روز دانشت متواتر بالا بر. هر چقدر دانشت بالا رفت توانایی بالا میره. در هر مسلکی که هستی، مثلا دکتر هستی آخرین اطلاعات بخون چی دوای نو اومده. همیال بازار طبابت افغانستان بریم، بعضی دکترها شکست خورده ریز خراب میشه. چرا شونده خودت حتا شاد چنده باشی میگی کی بری اونمو دوای کونه را میته؟ چرا هیچ وقت نخواست بروز شو دکتر؟ ولی او دکتری که هر روز دوای نو میای یوم خود رسانده، دو دفعه میری نسخش فرق کده میره. اما تو فرض مثال یک تجار، اما تو یک معلم خدا اومده ساخته میره، چیزای نو یاد گرفته میره. ما بسیار معلم ها هم دوری ما بودن، در او کتابای نصاب سابقه خوب نصاب نو شد، رفتن گم شدن به خاطر خود جور نکردن. بنان اگر میخواین اعتماد به نفستان بالا بره، هر روز دانشتان بالا برین. هر روز حداقل یک ساعت، حداکثر هر چی بیشتر بهتر، حداقل یک ساعت مطالعه داشته باشین. علم به انسان شناخت و توانایی بخشیده است. تفاوت انسان از اول، از مبنای خلقت، خداوند بر انسان اسما را یاد داد، ملائک او را یاد نداشت. از اونجا تفاوت انسان معلوم شد. بنان تفاوت با دیگه موجودات در علمت است. روزانه ای را زیاد کن. علم مانند نور روشنی بخش است، چراغ است علم در زندگی. ما توانسته این جهان را از ذرای کوچک درون اتمی تا جرمهای آسمانی و کهکشان ها بشناسیم. از دل اتم خبر داریم و امروزان آخرین تحقیقات از کهکشان ها بر ما عکس روان میکنن. علم قدرت است. هر قدرت مملکت ها در چیز در علمشان است. اگر امریکا میگه ما بر قدرت هستم، علم داره، علم اقتصاد داره. اگر چین یا هر جایی میگه تلاش مردمش علم، تلاش علم. همین کشورهای بر قدرت پرسان مردمش میگه تو میتپ کار کرده رایی، وقت نداره مثل ما تو خواه کنه. علم دانایی و توانایی به بار می آورد و همیشه باید در حال یادگیری باشی اگه میخوای اعتماد به نفس داشته باشی. هشتمین اصل برای اعتماد به نفس، صحت و سلامتی خود توجه داشته باشی. آدم مریض اعتماد به نفس نمیداشه، بگه الان میده، الان میده، حالت خراب است دیگه. اعتماد به نفس دیگه که تو چی کنه؟ تو خود از ها خود برآمده نمیتونی، تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی؟ نبری گمان که مفتی به خدا رسیده باشی.
تو از خود بیرون نامیدی، تو کجا میتونی برسی؟ به نان خود جور نگاه کنین. اگه جور استی از امروز ورزش کو، غذای خوب بخور، مراقب صحتت باش، خوابت خوب. اگه مریض شدی خدای ناخواسته پیش دکتر برو، صحتت پس برقرار که امروز دنیا علم پیشرفت کرده. به نان خود جور نگاه کن. امی سعی کن تو خود رهبر میخوای تربیه شوی. در شرایط رهبریت اسلامی شاید دیگه ما مالکم تر است. خود در اسلام یک شرط است که رهبر باید سلامت فیزیکی روانی داشته باشد. آدم مریض به رهبریت نمیگیرن. بگو ما گرفته بودیم، خونه دیدی دیگه گد و دید چی رقم شد. خوشتباه گرفته بودیم، آدم جور کم بود. به نان تو اگه میخوایی داینده رهبر باشی جور باشه. ما غیبت نمیکنه، خدا مثالا میاده که ما کار نداریم، مثال و مثال داره. تو کوشش کن از امروز جور باش که حداقل از درد گرده خود خلاص بشی، که در فکر گرده مردم باشه. اگر تو عقد پیچیده رو گرده مردم از یادت میره. به نان فکر طبیعی. صحتمندی شرط مهم موفقیت و اعتماد به نفس است. جدا بر صحت بازی که صحت چی معنا میده، چی تو برقرار میشه سیمینار می. نوم نومین اصل، خود را تشویق و ستایش کن بابت کارهای خوبی که میکنی. خدا امیال آفرینی داری، آفرین بر تو آمدی سیمینار گوش کردی، اینمی یک آفرینی داره است. دروازه که بر آمدی بر خود امیالی در دل دوگه آفرین من هشت تا اصل تا بالی یاد گرفتم. هر خدا یک ماچ کن. بله برات یک چک چک خوب کن. و لطفاً دیگرارم تشویق کن. روحی سرزنشگر نداشته باش. خانه که رفتی بیادر جان، خواهر جان، تشویقشان کن. به خدا خوردای خانه یک تشویق ببین درس خوان میشه، در زندگیش ولوله برپا میکنه. والا زیاد مردم تشنه یک تشویق است. شما دیدین بعضی وقت کمی یک کسی را کپ یا چیزی میتن در خانه، او که میگه من از همسرم تشکری میکنی، اینجا میبینی که خانه گریه دارن یا مادر یا پدر یا کسی گریه داره. علت چه میفهمین چی است؟ دلش با او میسوزه؟ نه، او در اون لحظه دلش با خودش میسوزه. میگه سعی که هیچ کس قدر خوبی های مرا نفهمیده، از او خو نفهمیده، اونو گریه با او خاطر است. کسایی که گریه میگنه با او خود، کسی که تشویق شده شده گریه نمیکنه. اویی که خودش تشویق نشده وقتی دیگه را میبینه تشویق میشه، قدردانی میشه، خودش پیش خود ناامیدیش میه، گریانش میه، میگه من قدری خانه کار کردم، هیچ کس قدر خوبی های من نفهمید. لطفا یاد کنین رفتی از پدر مادرت که زنده هستن تشکری کن. اگر رفتن دعا کو، از برادر کلانت هم امروز کار کرده تو یک 50 افغانی داده تا سیمینار آمدی، یک تشکری ازش کو. بگو لالا تشکر، من رفتم سیمینار گوش کردم، اینی اصولم گفت، اگه کدامش به درد تو هم میخوره یک مرور کو. یک تشکری کنی. بنوان هم خودت تشویق و ستایش کنی، هم دیگراره. تشویق باعث ایجاد و افزایش انگیزه میشه. وقتی خودت تشویق میکنی انگیزه پیدا میکنی. این حالی که تو خودت تشویق کنی آفرین، سگ ما شما رو تشویق میکنیم به هفته دیگه است، سرمایه‌گذاری به هفته بعدی. آفرین شما، نام خدا، چی آدمایی هستین سمینار اومدید. این حالی که تو دیگه خوش میشی میگه هفته دیگه میایم، بخیر که چقدر تشویقم کرد استاد. به نام خودت تشویق کو، تحریک کو. حتی بگو چی وقت هفته دیگه میشه استاد، چی حتی رفتی ولی پای رفتی بگو حال نام مرا بگیرین به هفته بعدی چوکیای اول از ما باشه. اصل دوم، ما یک ذره کوتاه کوتاه خلاص کنیم. اصل دوم، بازیچه نشین، قاطعانه نبگوین. چی معنا؟ آدمی که اعتماد به نفس داره بازیچه دست دیگه نیست. اگه یک کسی ازش خلاف اصولی که داره یک تقاضا داره میگه نه، بیا مکتب گریزی کنیم میگه نه، بیا سیمینار نریم میگه نه، من سیمینار میرم، بیا که درس نخونیم نه. جایی که میبینی یک تقاضای نادرست از تو داره که بذرت است، قاطعانه نبگو. بگی یک دودک سیگرت بکش، خو خفه نشین بیا. نه بگو نه رو قاطیانه. نه یا منوای مختلف داره. تو بگی یک دودک چرز بیپره، نه خیره، نه مادرم گفته چرز نکشی. نه بگی بچی مادرت نمیبینه، تو بگی یک چرزن مادرت خالی نیسته. نه بگو ای تو بگو کچر کنگ بعد از این شد چرز چرز سیش بیتر. او نه از جای حد خسیم قصه وارخطایش کن، وارخطایش کن. به نان نی بگوین، در جایی که نی کار است حتما نی بگو. نگفتن باعث می شد بتوانید مرزای زندگی خود تعیین کنید، که مرز زندگی می اینی چست. بله من دوستان هستم، سلام علیک دارم، اما در چرس کردتان دوست نیستم. حتی از این دوستای چرسید خود گوشه که چی می کنید. اگر همیشه در حال بلی گفتن باشی، قطعا افرادی هستن که از تو سوء استفاده می کنن.
نه پیتر ده هر چیز بله نگو. نمیگم هیچ وقت بله نگو. جای خوب بله بگو. حتی دنکا گفتیم که هیده وزینه دنکا نکوی خودت تباه کنی. دنکا که هیده وقت خواسته بودی قبولش کردی. هر سه دفعه رد برد بگو منتظر سه سالش بول خواسته بودم قبولش کردم. خواسته بودم قبول کردم. خواستگار. اونجا نه نگویی که میره دیگه میمونی. میگم خواستگار کامت نه نگویی. تا خدا تا کی بره دیگهش بیا زیاد وقت است که این خواستگار رو بگو بله دو تا سوال که متاد نیستی گفت نه وزی فکر داری آمو که صحیح است در اونجا نه نگوین جای خوبه بله بگوین کمک بله ولی جایی که نادرست است نه رد درخواست های غیر منطقی نه غیر منطق جای غیر منطق بود نه بگو باعث می شود زمان بیشتری برای رسیدن به زندگی خود و حرکت در مسیر موفقیت داشته باشی وقتی درخواست غیر منطقی دیگر رد کردی بر خود وقت خریدی مهارت نگفتن باعث می شود روی زندگی خود کنترل داشته باشید و همین عامل به صورت مستقیم اعتماد به نفس شما را تقویه می کند اصل یا خواهمیرم گوش کنین اقبال بزرگوار میگه بیرون از سینه کش تکبیر خود را به خاک خیش زن اکسیر خود را اکسیر موادی طلا جور میکرد خودی را گیر و محکم گیر و خوش دیم مده در دست کس تقدیر خود را افغان ها تقدیر خود را به دیگاه میتن یک چند تا میره به خارجی تقدیرش میتن بازی دیگاه به این نوکر از او نوکر نوکر میشیم اینی بدبختیست نه ما غیر خدا غیر درستی باید اگر درست هستی بسم الله آدم خوب هستی ما کت هستیم اگر نیستیم ما نیستیم کتت اصل یازدهم به دیگران کمک کنین فراموشتان نشد اگه میخوای اعتماد به نفست بالا بره دیگر آرام کمک کن. چیم یک روز خیر یک رفیق تا که در بیرون همت دان کوچه به ایزیا استاد است. تو یک سیمینار دعوتش که یک فیس شبتی خیر بیاره اینجا. و خدا دیگه دان کوچه استاد شدن بدش میشه. آیا تو از خود سوال کن. کم قگپا گفتیم تو هنوز میری دیگه سر کوچه هم استاد میشه گپای به جایی میگی. به خدا نمیگی. میشرمی. یک دفعه خود یادت میاد. ولی میشرمی. نمیکنی. تو خطاب. ولی هم دان کوچه ای نبودی. تو خود سیمیناری بودی. ولی یعنی بنان بچیم یک کسی را کمک کنین یک نوی کمک کنین یک کتاب برش یک کتاب خواندی بده بر ازم بده بگو همین کتاب تو خوان یک راهنمایی کنین یک کمک بر دیگر را هر روز بدون کدام مطلب بدون کدام تشکریتا یک کمک بر دیگر اگر نکردیم سر انسان بودن خود شک کنیم کمک میتونه مالی و معنوی باشه چی مالی کمک میتونی چی معنوی ای که از دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار همیالی که از دست میتونی او وقتی که از پای افتیدی هیچ از دست نمیه باز هیچ فایده نمیکنه سعدی بزرگوار چی میگه ره نیک مردان آزاده گیر چوستاده ای دست افتاده گیر این بسیار گپ مهم است نه ما و شما افغانا چی میکنیم چوفتاده ای پای استاده گیر او رم پرد این خرابیست نکنی ان الله يحب المحسنين خداوند احسان کننده را دوست داره تو نمیخوای دوست خدا شوی احسان خوبی کنی برای دیگران تو به دیگران خوبی کنی خدا دوستت می داشته باشه 12 خودتان و دیگران را ببخشید بسیار مهم است هر کدام ما اشتباهاتی کردیم سرزنش کردن رو از امروز اینم فکر نو مو به دنیا آمد بخشیدیم گذشته را خلا خود اول ببخش سرزنش نکن خودم ملامت نکو گذشته گذشته هیچ فایده نمیکنه دیگرایی هم که بد کرده بگو بخشیدم خودت سبک بساز ما نه کی نه والله شطور وره که یک دفعه گفت تو شطور هستی تو خود شطور نیست شکر آدم هستی همه تو شطور وره کی نیستم قواریت هم که من میبینم تو شطور کیشو در رایی بگو ما آدم هستم بگو تو کی نیستی بگو نه او شطور کی نیمی باشه بگو ما آدم هستم حتی بگو کدگام هستو یاد بگیره کوام نگو یکی کی نیستم به نان کلی گیره بخشین ذهن تا راحت بگی خدایا به خاطر تو به خاطر این صفت ذاتی تو که بخشنده هستی من کلی گیره بخشیدم راحت زندگی میکنم گله نکنین بعضی هم این قلست از والله مادر همین شام یک انجینیر کت مادر بیچاره خود کت مادر خود جنجال داره مادرکش بچه کلان خودم در مسجد شیرشای سوری بچه شهید شده ای بچه دیگه هم که انجینیر هست هر روز که مادر دا و جنگ را داره والله مادرم با او بیادرم زیاد توجه میکرد برای من نمیکنه میگم تو از خانه بیرون انداخته بود نی در جنگلی انداخته بود نی با کسی فروخته بود نی مزدورکار داده بود نی نان میتا انجینیر هم ساخته تا آخر دیگه بچه چی میکنی؟ که مادر خود جنگ داره
که والا مادر تو نکرد، مادر تو نکرد. او بچه انجینر شدی؟ این جور تیار آدم هستی دیگه، تو چی کار داری؟ بناهن نکنین بچین، ببخشین کلی گیرم پدر مادر که نمه قموتور ساخته خانه شان آباد، گله نکنین، برو دست شان ماچ کن در چشمایت بان. بخشش هم فواید جسمی داره، جسما جور میباشی بخشیدی، هم روانت آرام میشه، هم فواید اجتماعی داره، در اجتماع آدم بخشن داره، کلیگی دوست داره. کلیگی سعی کن میگه یک دوست خوبه هست، هیچ کینه ای نیست. قندولک میگه هیچ کینه ای نیست. کینه نگی. اگه اون وقت دستم فی اگه اون گفت میشه شاگرد او پایینه استاد من خفه هستم، یک چطور میگم بیده کجا خفه هستم والا دستم تو گفت من بچی مونم سن گفت خلاص میشه، یک چیز گفتی اگه خودم میزنم اگه اون قلمه قول خودم میکنم حساب صاف شد، من از دروازه برم کتوم که نمینه ندارم، از یاد میری چه گفت شده بود اوصله و ای بار ندارم بگردانم کت خود دیگه. من داستان مشهور شنیدین استاد گفت که صبح میامدین یا خلطه بگیرین بندازی کسی که ندارین سنگ جمع کنین، از کسی کینی کم دارین یک سنگ خود کن. 90% شاگردات تاسم نرسیدن از بس کی بار کینایشان زیاد شده بود. اونم قبار در ذهنت میمونه، وقتی ذهن تو پر از کینه است تو خوب فکر نمیتونی، تو برای اعتماد به نفست رسیده نمیتونی. وای چی کنیم وقتم کم میباشه اما نمیشه از کلام مولانا بگذرم. ای دل چی شنیده ای تو در عذر، در عذر آن اثر میگم اثر ای از وار خطا است کلش اشتباهات لفظی که میشه از وار خطا است. او پیشتر منجم انجام یک جور نامد در جانمه چون منجم جم ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا. خدا وفا کده رویست ما جفا کده رویستیم. زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف بیش و کم، او کرم کده رویست ما خلاف کده رویستیم، ما هنوز عمل زیاد دادی یا کم دادی تو نکن. زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا، او نعمت دارست تو خطا کرده رایستی، تو یک وقت نداری یاد بگیری یک چیزی. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو هد صدا. بس که میگه بخی شوا دعا کن بخوای که از خدا بر تو یک پیام بیا که بندیم سعیس بخشیدم تو خود خطا غرقستی. بانک شعیب و نالش وان عشق همچون جالش، چون شد زهد از آسمان آمد سهرگاهش ندا. وقتی زیاد عذر کرد و درگاه خدا برش ندا آمد، گر مجرمی بخشید آمد و از جرم آمرزید آمد، فردوس خواهی داد آمد خاموش راها کنین دا. که توی قدوا میکنی سعیس ما بخشیدم تو آمد تو یک ساعت خوب بیشید دمی دواره که خدای ببخش اشتباهات مرا بگذر، تقصیرات مرا بگذر، وقت خود زایی میکنم بگذر، لغمی نان میخورم فکرم نمیشه، این نانی را که میخورم مسئولیت داره، باید تیر درهای خوب پس انرژیش مصرف کنم، در تنبلی بخو خوک و تلویزیون ببین شد زندگی. سیزدوم این اصل هر روز یک صفت خوب برتان انتخاب کنین. تو را که از گفت خدا معرفی کن تو صفتهای خراب شروع نکن که تا دیروز میگفتی والا عصبانیست والا جنگرست والا کینه‌دل است، این چیزا را با هم بچین. ای از کسایی که اعتماد به نفس نداره. تو صفات خوب، صفات خوب زیاد است، من یک 15 تا ویژگی های اخلاقی و رفتاری افراد موفق برات گرفتم، توی را 50 تا جور که برات کم تو را میگه کیستی اینی صفاته، بگو سخکوش هستم، بگو مسئولیت پذیر هستم، از امروز بگو ما آدم مسئولیت پذیر هستم. تو بگو با مذاق میشه، تو شروع که یک دفعه برچسب بزن برات. احمد مسئولیت پذیر، تخلص تبان مسئولیت پذیر، تو کی هستی؟ بگو من احمد مسئولیت پذیر هستم. با اراده، من محمود با اراده هستم، صبور هستم، بی‌طاقت نیستم، گلهی نیستم، ولی بسیار گلهی هستم، گپ زرم بد میخورم. تو چند آدم نیستی؟ چند آدم نیستی؟ تو بگم من آدم صبور هستم، سختی بیا، رنگ بیا، خوشی بیا، من صبور. تو با سیکو ایوب علیه السلام، من در سیمینار کوش میکنم یکی از پیامبرا رو داستانش باز براتون بگم. کل بدنش از کار میفته، نمیگه خدایا این رنج دور کن، تا بالاخره به زبانش میرسه فقط هم قیاد میکنه، میگه خدا اگه زبان نباشه یاد تو چطور کنم، اما که میگه خدا پس کل چیزش برش جور میکنه. بی‌طاقت نباش. پنجم صداقت دارم. تو کیستی؟ بگو من کریم صادق هستم، صداقت دارم. ما ایت دروغگوی مرفعی هستیم که تو دیگه هیچ که بیخی دروغ خلاش نکنم، راست از دان ما ببره نکن، راستگو هستم. بگو ششم این چی تقل از اشتیاق؟ خب باز خیلی تغییر مشتاق بساز، ولی
اشتیاق به کار دارم، اشتیاق به سیمینار دارم، اشتیاق به یادگیری دارم، اشتیاق به درس دارم، اشتیاق به کتاب دارم، اشتیاق به نماز دارم، اشتیاق به عبادت دارم. هفتم، ارتباط مؤثر، ارتباط خوب با دیگران برقرار کن. هشتم، خوشبین باش، پیشتر که گفتیم مثبت بین باش. نهم، اعتماد به نفس، تو چی کار هستی؟ من اعتماد به نفس دارم، من محمود اعتماد به نفس هستم. این میگه چی رقم تخلصه؟ میگه تخلصه نو هسته. ما چی تخلصه داریم؟ خاکسار، جگر سوخته، جگر پاره، در بدر آوره، نکویده اعتماد به نفس. خودتون برای خود خیره، تخلصه خانوادگی خراب ایلا بتین، خودتون برای خود. حتی اگر اون خر خیر و خاکسار هم داری، مثلا خانواده کیست؟ محمد خاکسار اعتماد به نفس است. اون چی بگوه؟ دوام، درک متقابل دارم، دیگر خوب درک میتونم. یازدهم، تفکر مکتوب دارن. آدمایی که موفقیت دارن کل فکرای خود نشته کرده میرن، هدفشون نوشته است. کتابچه موفقیت دارن، یک کسی گفته کتابچه موفقیت بگو، وقت نمیمونه. خب یک کتابچه داشته باش، یادداشت کنی چیزا رو، این سی اصل یادداشت میکنی، یک کتاب میتونی تو ازم اینجور کنی بره. دوازدهم، عدم ائتلاف زمان، وقت ضایع نمیکنه آدم موفق. تو با کی هستی؟ بگو من وقت شناس هستم. و هم تو من خیر تخلصت، ما مریم عدم ائتلاف زمان. بگو چی مانا؟ این معنای ایران بال مردم کی چی رقم هست؟ برای شخصلای مدیریت زمان نگفتم رو بگو اینو تر هست تخلصت یک سمینار جور شوه. سیزدهم، شجاع و نترس باش. شجاع هستم. تو کیستی؟ ولی من محمود بزدل هستم، ترسو هستم. اتا نباش، شجاع باش. چهاردهم، تطبیق پذیر، انطباق پذیر هستم. بگو خود تطابق میتونم جور میکنم. پانزدهم، پشت کار. مسجد بگویم به دیگه هفته نمونه که میخرم. چهاردهم، خود را با دیگران مقایسه نکنین. مقایسه کردن با دیگران توهین به خودت است. خدا ان یک تو از هر کدام مخلق کرده، فقط خود با دیروزت مقایسه کن. از دیروز کرده خوب شدی، از او هفته خوب شدی، فردا از امروز کرده خوب بی خسه است. در مسیر دیگه کار نداشته باش. تو اسب بسکشی نیست خود که دیگه مقایسه کنی کله او چوتوش. نه، ما هر روز خود ما خوب شده میریم، همین مسیر ماست. مقایسه کردن با مرور زمان باعث کاهش اعتماد به نفس در فرد میشد. اس ناامنیتی را بار میاره، وار خطایت میسازه. وقتی اعتماد به تو مقایسه میکنی، یا از دیگه که خود پسمان فکر میکنی وار خطا، یا از دیگه که خود پیش فکر کردی حالا گیرم نکنن، در دو صورت تو ناآرام هستی. نه، کتکس خود مقایسه نمیکنم. ناامیدی را در فرد ایجاد میکنه مقایسه کردن. این روند آنقدر ادامه پیدا میکند که فرد به افسردگی و اختلالات استرابی مبتلا میشه و بهداشت جسمی روانیش به خطر میفته. اندر با مقایسه چی بگویم؟ زیاد خرابت کردم. نکن مقایسه. چرا مقایسه کنیم؟ ما فقط با یک نفر خود مقایسه داریم، با خود ما. ریکارد خود شکستانده میریم، هر روز پیش میریم. پانزه، منظم باشین. بدون نظم تو موفق شد با اعتماد به نفس نمیداشته باشین. منظم در زندگی، در لباس، در خانه، در میز کار، در کتاب، در الماری، در کمپیوترت نظم باید برقرار باشه. هر چیز سر جایش. همه تو خداوند دنیا رو منظم خلق کرده. منظم باش. منظم. نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. چی فایده داره نظم؟ استفاده مفید از زمان و فرصت‌های زندگی. منظم بودی، درست استفاده می‌کنی. کنترل بهتر به زندگی پیدا می‌کنی. برنامه‌ریزی بهتر می‌کنی به اهدافت. افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، استقلال در زندگیت میاره نظم. روابط بهتر با دیگران پیدا میکنی. آدم منظم کلی دوست داره. به هر قرارت میرسی، هر چیز سر جاش میباشد. استراب کم میکنه و تسلط بر کارها و امور مختلف پیدا میکنه. شانزدهم، از مواهب الهی لذت برید، شکرگزار باشید. نعمتی که خدا داره لذت شبر. شکر. لذت همین جا آمدن، لذت تا یک باغ رفتن، لذت یک میوه می فصل خوردن، لذت حضور پدر مادر و شکرام کشیده بر شکر زیاد میکنه. شکر باعث میشه نعمتای کوچک قدر شناسی کنی. ما را یک بدبختی گرفته اید، نعمتای کوچک نمیبینیم، هیچ شکر نمیکشیم در زندگی ما، فقط شکایت یاد داریم. شکرگزاری سلامتی جسمی را افزایش میده. وقتی شکر میکشی جور شده میره بدنت. تو به اعضای شکر بکش ببین جور میشی. شکرگزاری به خواب بهتر کمک میکنه. شکرگزاری خواب راحت است. وقتی ناشکر هستی، حالا ایره ندارم، حالا اون ندارم، حتی شده خوابت هم گم میشه. شکرگزاری باعث بهبود روابط اجتماعی میشه. آدم شکرگزار رابطیش هم خوب میباشه. شکرگزاری بر کاهش پرخاشگری کمک میکنه. شکرگزار آدم آرام میباشه. ناشکر غالمغالی میباشه. دمی خانه ناشکری که میکنه زنشوی جنگ کده رویز. شکرگزاری باعث افزایش برکت در زندگیت میشه. شکر بکن نعمت زیاد میشه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند. ابدا همیشه لبخند به لب داشته باشه. اگه میخوای اعتماد به نفس داشته باشه، لبت نباید بی لبخند باشه. آدم ترس او به درد نمیخوره. لبخندت صدقه است. شاد
ای خود دو دوست باست تو از خانه یکیش مبرو چی که پس خانه متلتت کده او دوستت که مبرو سلام سلام ای چی که خوش هستی تو هم دلت خوش میشه دوست میبینی خوشه بنان لبخند با لب داشته باشی خیلی لبخند ولی نمی این قاقدانت کلمه باشم لبخند ملی داشته باش آره مگ مقبول مولو میشی لبخند زدن باعث جذابیت میشه لبخند زدن استرس برطرف میکنه لبخند اخلاق ما رو بهتر میکنه ای به خدا آدم های دانت دخنده باشه جنگ نمیتونی کرده کسی جنگ نیشه نه برای نمیشه لبخند ساری هستی بسیار خوب هست یک نفر خنده میگیره دگاره اگه از گپشان خندش نگیره از چیرش خندش میگیره مقصد خنده میکنه لبخند زدن سیستم دفاعی رو قوی میکنه لبخند زدن فشار خونت رو تنظیم میکنه فشار بلند اگه داری خنده کن پایین میارشه لبخند زدن باعث میشه احساس خوب از زندگی داشته باشی لبخند زدن باعث میشه جوانتر به نظر بیای جوان میمونی اصلا لبخند زدن باعث موفقیت میشه بگو اگه فایده داشت خودت جوان میمونی چرا نموندی من نخواستم جوان بودم لبخند زدن باعث میشه که مثبت باشی لبخند زدن در مغز مدارایی رو ایجاد میکنه تو حتی ما لبخند درمانی داریم خنده درمانی داریم مجرم خود و دیگران رو سرزنش نکو سرزنش کردن چیز جور نمیشه خاک در سر میجه نه تشویق وقتی مشغول سرزنش کردن میشیم رفتار من دفاعی میشه وقتی سرزنش میکنی کس دو دفاع کرده میره حتی نقص خود قبول نمیکنه اگه خوبی برش بگی قبول میکنه اگه ملامتش کردی او دفاع میکنه از خود جور نمیشه و به خاطر مباحث تلویزیونی ما و شما رو ببینیم به نتیجه نمیرسیم حتی میگن چوکری که دکلی خود میزنن چرا با سرزنش شروع میکنن نمیفهمیم نزاکت چطور حل کنیم رفت خلاقانه فکر نمیکنیم وقتی سرزنش شوه این حالت به جای اینکه رفتار ما رو تغییر بدهد به دنبال ازی هستیم که ثابت کنیم که کار ما درست است از خود دفاع کرده میریم نکنین سرزنش خود سرزنشی باعث افسردگی میشه خود اگه سرزنش کرده بری افسرده میشه دیگه هم افسرده میشه 19 ام از فرهنگ خود لغات منفی را پاک بیشتر گفتیم صفات خوب دار گپای منفی نگو گپ منفی ابا تستو نشنون بگو یداو بگو چی هست نمیفهمم گپ بعد بگو چی هست چی گفتی نمیفهمم بگو کلمات عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده است هر کلمی که میگین ذهن شما رو نشون میده هر کس گپای بد داو دشنا میگه ذهنش بفهم مرداری پر است بنان تو نمون ذهنت مرده به عبارت سادان چی گفته میشه در واقع فکری است که بیان میشه کلمه ها و اندیشه ها دارای امواج نیرومند هستند که به زندگی و امور ما شکل میده گپ منفی بشنه یالت خراب میشه اگه من سمینار تابل دوار گفته میرفتم کلی گالش آلش خراب بود گپای جگرخونی میگفتم کلمه تاثیر داره کلمه مثبت جور تو گپ خوب بگو دیگاره لیست خوبی ها اگه یاد نداری برو یاد بگی کلمات مثبت یاد بگی با بهره گیری درست از کلمات و انرژی آنها میتون کلمات و اصطلاحات مثبت و در نتیجه انرژی مثبت در سطح جامعه گیری یک رهبر خوب کسی گپ خوب گفته میتونه بزرگای دین کلش گپ کسایی بوده تبلیغ خوب میتونسته وقتی میشد با کمک کلمات خوب حال خوب داشت و این حال خوب و نیروی مثبت سازنده به دیگران نیز انتقال داد منطقی نیست کلمه منفی به کار ببری شرط عقل نیست از نظر این کار خود تو بکو اینال استاد ما خواله از امروز یاد گرفتیم مثبت میگیم در بیرون میریم دیگه منفی میگه چی بگیم خب اینال یک گپ دیگر رو میاد بگو بیچاره اعتماد به نفس نداره تو از اون متاثر نشو خودت خوب بگو گپای مثبت بگو دیگه که منفی گفت تو از اون متاثر نشو بفهم اون مشکل داره اون سیمینار گوش نکرده او هنوز بسیار از عقب مانده از قافله جسورانه و جذاب صحبت کن این بسیار مهم است اعتماد به نفس وقتی داری خوب صحبت کنی گپ زدن تا متوجه باش کلمات مثبت کلمات خوب صادقان ای خوبترین فن بیان گپ راست است گپ راست بگو گپ صادقانه بگو گپ هدایتگر بگو گپ مفید برای دیگران بگو خوبترینش است بنان سخنان خوب باشین با اعتماد به نفس صحبت کنین با ثبات و یک ریتم مناسب صحبت کنین و تاثیرگذار باشه گپتان و دین سخنرانی تکیه کلام ها را کم بسازین تکیه کلام تکرار زیبایی را از بین میبره یکی از دلایل استعمال ضمیر در ادبیات است که تکرار زیبایی را خراب کرده میره بنان تکرار کم شود در گپتان و شمرده حرف بزنین گپایتان فهمیده شوه یگان مکس در بین گپا کنین که دیگه فکر کنه وقتی یک گپ میگی یک توقف کو در ذهن از او یک جریان خلق میکنی رهبرای خوبه بگو وقفه دار صحبت میکنن که یک وقت فکر کردن بر جانب مقابلم میته استاد چرا خودت تو دم میکنی من وار خطا میباشم میگم صحبت ها خلاص یعنی میال عجله دار میگم خلاص شوه اما یک نصیحت بر دارم که نمیره متاسفانه در فنای بیان کسایی که درس میتن میبینم نمیکنن
گپت مثل گپ اصلیت باش. بیشتر تو چی گفتم؟ خوب گپ زدن تمرین کن. تو ادبی گپ زدن تمرین کن. وقتی یک جای سخن میگم خودت باشی. اونو کسای سخنش بی تاثیر میشه که دولت تو یک رقم از باز که سخنرانی میه یک رقم دیگه میشه تون صدایش فرق میونه برادرها ما همزارین. نه خودت عمو چیز باش. و این یک جمله بسیار مهم است، میگه تراینگ نات تو ترای. کوشش بی جای نکنی. خودت باش، خود واقعیت باش. اما سادگک تو را مردم دوست داره، اما واقعیت باش. این بسیار مهم است. در کل زندگیت زور بی جای نزن، زور نزن، خودت باش، کل چیز جور میشه. 21 کارها را به تاخیر ننداز، قاتل اعتماد به نفس. کار امروز به فردا نمان. کار حتما فردا خودش کارهای خود داره. نگو بعدا انجام میتون. بعد بخوا چی میکاره که مادر باز بعدا نگو بچیم کمی گو بخواد جوت کن. ای بگو تو چطور اسپرینگ شدی؟ بله بگو تخلص من اسپرینگ است. احمد اسپرینگ، احمد فنر. بگو من فنر ورس مادر تو امریکا کمی امریکا چورزونو میدیم تو خیلی زر بگو. حالا برو نگو مادر بعدا. باز میگه بخوا بچیم امیال. نه مادر بان ما را این جنگ انداختی. نگو بعدا. نه در روانشناسی یک قانون است، یک دو سه شروع. تاخیر نه، بعدا نه. نگوی اصلار از بعدن تمرین میکنم. نه از امروز تا خانه رفتی در معرفی خود بگو سلام علیکم محمد فعال هستم. بگوی همه چه این فعال خود در خانه بوده مانم هستم. ای از امروز شروع کن. گوش کرین با گفته روانشناسی به نام پروفیسور کلاری لی که از نویسندگان برجسته در حوزه موفقیت است، چی میگه؟ به تعویق انداختن کارها زمانی اتفاق میفتد که بین زمانی که فرد قصد میکند کار را انجام بدهد و زمانی که واقعا انجام میده یک فاصله زمانی است. این فاصله را از بین ببر. کم تصمیم گرفتی انجام بده. از کمبود خواب گرفته تا انجام پروژه ها تا آخری لحظه، استرس ناشی از تمام شدن وقت جدا، تعویق انداختن سلامت خراب میکنه، کار خلاصه در بدرت میکنه، نکو خوابت خراب میکنه، کار به صبح منتظر مانی. کار که به تعویق بندازی حالت خراب میشه. میگی صبح انجام میدم، کل شب ناراحت و هوای نارم در موردش میبینی، حالت خراب میکنه. بنان کار به تاخیر ننداز، بردی کل چیزا. 22 هدف های کوتاه مدت، متوسط و دراز مدت داشته باش که در مورد هدف مفصل صحبت کردیم سمینار شب. 23 کمال پرست نباشین. کمال پرست چی مون است؟ کمال پرست نباشیم. نه گوش کو بچیم، دو تا اصطلاح داریم. یکی کمالگرا باید باشین. اینه ایر شما باشین. یک تخلص تو نمیگی 20 تا تخلص داشته باش، ده جو یک تخلص تو بگو. میدی تو کی هستی؟ بگو من محمود کمالگرا. یک تخلص های خوب برتن انتخاب کردم. اما کمال پرست نیستی. کمال پرست ایر به دشمنایتون بگین. بگو دشمنت کی است؟ بگو احمد کمال پرست. دشمن ماست. تفاوتش در چی هست؟ ما برتن تفاوت چه بگیم؟ کمال پرستی به این معناست که من میخوایم ریکارد دیگرها را بشکنانم. من میخوایم بهترین شهر باشم. من میخوایم بهترین کلیگی باشم. بهترین میمونی را بتوام. بهترین عروسی از من. اینا خراب است. بدبختی است. حالت خراب میشه. کمالگرا چی؟ من بهترین خود میباشم. آخرین تلاش خودم میکنم. چیزی که از من ساخته است اونم را میکنم. ریکارد خودم اشکنانم. ده کمال پرستی تو میخوای ریکارد دیگرها را بشکنانی، بدبخت میشی، مسابقه شد، مقایسه شد. اما ده کمالگرایی تو میخوای ریکارد دیروز خودت را بشکنانی. از دیروز که امروز یک صفحه زیادتر میخونم، از دیروز که امروز یک کار بیشتر میکنم، از دیروز که امروز یک ساعت زیادتر زحمت میکشم. کمالگرایی است که من هر روز خوب شده میرم. کمال پرستی است که خودت را دیگه مقایسه میکنم. ده کمالگرایی مقایسه با خودت است، ده کمال پرستی با دیگه. این خرابی مریضی است. ای در مریضی های وسواس می باشه. ای را پرفکشنیزم میگه مریضی است. در ماینه خانه میاد. ای خوب است. ای بنان کمال پرست نباش، کمالگرا باش. کمال پرست است که هر کار کنی میگه نه نشد. بعد دلش نمیشه. نکن. 24 موفقیتی را که میخواید بان برسید تجسم کنید. یعنی تصویرسازی ذهنی. چشمکای تا بسته که فکر کو به اونجا رسیدی. کنکور تا رسیدی. دکتر شدی. آدم خوب شدی. امور در ذهنت. هر چیزی را میخواید در ذهنت تجسم کن روزانه دو سه دفعه. نه که ذهن تو روجه میرسن. نه. آماده میشی خوب فعالیت میکنی. شیرینی امون لحظه موفقیت هم میبینی. خودت تصور کن چی اعتماد به نفسی داری، چی سخنران خوبی هستی، چقدر خوب سخنرانی میکنی. ما به 400 نفر داخل تو بغل به 4000 نفر پیام میرسانی. تو در سخنرانی 40000 نفر اشتراک کرده. تو یک رهبر شدی بخیر. همون تو میشه تو رهبر باشی که بخی صحبت کنی کل افغانستان استاده باشه، مستقیم تلویزیون هر جا گپای تو را بشنوه، در دویگه خود بشنوه، در تلفن خود پلی کنه که رهبر ما چی پیام داره برام. این تو میشی.
25 مدیریت زمان، اینا رو چرا کوتاه کوتاه میریم؟ اینا رو قبلا صحبت کردیم. مدیریت زمان سمینارش از گوش کو. بدون مدیریت زمان تو موفق شده نمیتونی، اعتماد به نفس نمیداری. آنچه ندارد عوض ای هوشیار، عمر عزیز است غنیمت شمار. هر چیز جبران میشم، عمرت نمیشه، وقتت نمیشه. 26 اولویت ها، اولویت بندی کو کارا را که کدام کار اول است، دوم است، سوم است، کار با اهمیت بالا. متاسفانه بدبختی ما از کارهای بی اهمیت بالا میریم بدبخت میشیم. مثلا سمینار تو اینا میال اولویت شناسی که سمینار مهم بود اومدی، یک کس دیگه چی خواه کردن برش اولویتش بود، تابال خواست، تابال خواست، امیال برو امتحان. همت زنگ همت که رفتین خیر در روزا رو تقدره همت بیا از خواه میبود کیز توی ای بگو همت اول تمی گرفتم برو خواست پس خواه کن. اولویت بندی به معنای چی است؟ سازماندهی کارا بگونی که مهمترین کارها ابتدا باید انجام شود. کار مهم اول کو بچین بر تو درس اولویت باشه، نه تلویزیون دیدن. فرق تو و بچه و دختر همسایه ده ایست کوه نمیال تلویزیون میبینی، تو درس میخونی. 10 سال بعد تو بهترین انسان بر کشورت است، تو یک آدم عاطل و باطل است که مجبور است تو شکم از زور سیر کنی برش نان پیدا کنی. او بار دوش جامعه میشه، اولویت نشناخته. به نان اولویت ها را بشناسید. 27 اخلاق و ادب. بچین بدون از این مسلمان که کل دنیا را داشته باشه به دردش نمیخوره. انسان با اخلاق باش. اخلاق بایدای زندگی است که در کل جامعه سرش توافق است. راستگو باش، عادل باش، معتدل باش، محبت داشته باش، احترام داشته باش، حیثیت بر انسان قائل باش. اینا اخلاق است. و ادب داشته باش. ادب چی است؟ ادب که یک کار درست انجام میدی، آداب یک کار. مثلا میگه آداب غذا خوردن، آداب فرض مثال صنف آمدن، آداب محفل رفتن، آداب مسجد رفتن. یعنی یک کار بهترین نوش باید انجام بدی. حسن کار، لطافت در کار میگیم آداب. متاسفانه ما و شما بی ادب شدیم زیاد. ما تلفن ادب داره، در اینی ساعت مشخص استفاده کنی، اینی چیزا را دهی. نه که دمی مانیشی تو گیم زده رایستی، نه که کتابت مانده تو ویدیو دیده رایستی. اینی بدبختیستی، ادبش دور است. ادب صنفی سامدی آرام بیشینی گوش میگیری، نه که تو دینمیال دستان میامدین دو نفر قسم میکنین بی ادبی بود. من اینجا بکی گب میزدم. ادب داره هر چیز. ادب دسرخانی است که نمیالی رفتی دستکای تمیشوی چارزانو میشینی، بسم الله میگی، از پیش روی خودت میخوری، استاد تا میخوری، گب نمیزنی که تو وای در نان کلگی باد شوه، منظم میباشی. ما ادب دور شده است پیش ما، در حالی که مسلمان باید با ادب ترین باشه. و ما یک چیزی پیش خود دارم میگم، یا یک مضمون یا یک سلسله سمینارا شوه، آداب زندگی صحبت شوه سرش. گوش کو بچم، پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. مایه ایمان چی است؟ ادب. ادب نداری ایمان تشک. آدم بی ایمان، با ایمان و بی ایمان از چی میشه؟ از ادبش. با ادب بود ایمان داره، بی ادب بود بابام بی ایمان است. ایمان نفهمیده لذت شه. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست، در سماوات بقا منزل مردان ادب است. که البته مردان جزنان هم از دیگه کل انسان است. دامن عقل و ادب گیر که در راه یقین بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است. همون یک گپ دیگه هست، نمیگه ادب تاجی است از گنج الهی، بنه بر سر برور جا که خواهی. همین تو تاج پادشاهی را، تاج ملکه هندستان چی کار داری؟ تاج ادب در سرت بزن، هر جای بری پادشاه هستی. ایام چی میگه؟ در دامن عقل و ادب گیر که در راه یقین بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است. آدمی زاد اگر بی ادب است انسان نیست، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. اگه بی ادب است حیوان است. کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. عاقبت هر چی کند خواجه پشیمان گردد، آن که از وای نشود هیچ پشیمان ادب است. چیزی که در زندگی پشیمان نداره با ادب است. هیچ کس نمیشنوی بگه من والا کاش که با ادب نمی بودم. نمی شکر که من با ادب بودم همونجا. دیگه بی ادبی کرد ولی من نکردم. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیه آیه امگی معنی قرآن ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، با ادب باش، ببین قاتل شیطان ادب است. اگه بی ادب بودی شیطان لاف میزنه پیش دیگاش، ایسای که اینی طرفدار ما شده، پیرو ما شده. اگه با ادب بودی ولی میگی اینی از ما نیست. چند روزی که در این خانه تن مهمانی، چند روزی که در این خانه تن مهمانی، یعنی روح در این خانه است، زنده است، یعنی
با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. تو باید با ادب باشی. بنان با ادب با اخلاق. 28 خود را دوست داشته باشید و دوستان سمی پیدا کنید. اول خودت دوست داشته باش. با خود محبت کن، مراقب خود باش، دوم دیگران هم دوست داشته باش، انسان‌های دیگر را دوست داشته باش. 29 متوجه حالت بدنیتان باشین. این هم بسیار مهم است. در اعتماد به نفس گوش کن بچه، زبان بدن بار بار شنیدین، در سخنرانی، در موفقیت، در مصاحبه، در هر جای به درد میخوره. مثلا سخنران همینجا پیشیتون بیا بدرام میخواین در مورد اعتماد به نفس برتن سخنرانی کنم. اعتماد به نفس میگی تو اعتماد به نفس تو سکرتی داری خواهد تو سکرتی شله پر بیادر اعتماد به نفس داشته باشی که چی؟ میگه پلیس آمد میگه پلیس آمد موتادی نگیر کرد دویده آمدن گو بی حرکت موتاد صدا کرد که که حرکت ما فقط که گریختیم هیچ حرکت نیست چی می حرکت باشی؟ اینی چک چکتان ولی بر موتادین بود. امیرم بگویم خیر وقت هم که هست یک دو تا رفیق سه چهار تا رفیق ها قرقه رفته بودن کسی براستیست بیخی براستیست. این از محمود که پرسان که خبر داره به این دیگر رفیق زمین زنه که بخیم یک راکتا آماده پرد. این چرسی ها که هستن سگرت ها که پر میکنن سرش اتا میدن رو نامش راکت میمانم. گفتم بخیم یک راکتا آماده پرد. این تلفون ها را که چی شنیده امنیت آجل خود رسانده شور نخورین کجاست راکتا نیست را خودتون گفتین که راکتا آمده پرد است آخر مجموز در راکتا را کشد گفته اینی راکتا آمده پرد است بنان بچه اگه میخوای اعتماد به نفس داشته باشی یک جست بدن تو راست استاد شانای پیش سر با جرأت با چشم جان مقابل بین بلندتر حرف بزن محکمتر رو برو محکم قلبتی شل فل قلبتی و دست رو محکم بگیره کل دست رو نفته محکم قلبتی همه چی رو صدر اعظم هندستان دیده بود نه چیست نامش مودی که هر کس که دست داده بود رئیس جمهور پس کده بود چاپ کل کش حتی در دستش مانده بود تو محکم قلبتی که مردم بابا ما کمی آدم انرژی داره دلش نسوزه که بیا بیا با منو بتمتا تو که از بس شل تو قلب میتی میگه بیا نان خوردن بریم و نان خوردن به خاطر عزیز که تو بیشتر شل قلب داری سلام ها دیگم خوب بسی نکوی تو محکم باش به نان سرتان بالا بگیرین صاب بینشینین دمی چه بعضی ها رو دیدین دستان درسی بعضی ها کشیشته سر خودم مانده بعضی های تو خود انداخته او بچه آدم واری دستان با آدم میشینه اسکر واری میشی دستان با ماده درس قلمت دمی دستت کنی تو اصفاز گر بزن سک بچه فرق میکنه نه تو که سنف آمدی منظم تو اصفاز داخلش کتاب چید قلم اینمو تو آماده او بچه تو کسی بگو محمد آماده اصفاز کن سلام علیکم نشده که سلام علیکم اینی چک چک های آخر تانیست که ساز باز کنی که هزار چک چک نیست خب گوش کن من این گفتم خلاص نشه نمیمونی میگه یک هنرمند تایم شروع میگه چک 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 آخر گوه بیادارم میمانی بخونی یعنی گفت تا که بسار نخونی نمیمانی سرتان بالا صاف بشینین با آرامی شانهایتان به عقب بندازین ای یک جرأت نشان میده صحت نشان میده ستون فقراتان راست شلول دست نتین وقت صحبت کردن مستقیم به چشم مقابل نگاه کنین و هم سال از این کالی دیگه سر حتی رئیس جمهورا را که میبینن در یک مصاحبه سر زبان بدنش یک رئیس جمهور میبینی اما تشته یکی دیگه یکی میفهمه میگه این رئیس جمهور دونر است اونو بیچاره خیرات خور است فرق میکند دیدتان و بالاخره اصل سیوام اهل عمل باشین ای 200 تا گفتار نیم کردار نیست که 30 تا اصل مونده 30 تا 300 تا اصل بگیم 3000 تا بگیم عملی نکنی فایده نمیکنه اهل عمل باش چیزی یاد میگیری در زندگی عمل کو عالم بی عمل به چی ماند به زنبور بی اصل نه محقق بود نه دانشمند چارپای بر او کتابی چند چی میفهمه کتاب بارستی میایزم باید اهل عمل باش یاد گرفتی عملی کنی تقویت اعتماد به نفس فقط به ظاهری خوب نیست باید خوب عمل کنی یک لباس لوکسامبورگ پوشی فایده نمیکنه باید کار تمرین عملی هم لباس شروع کردم اون شروع نه او هم فایده داره تنبلی و دست روی دست گذاشتن فقط ترس و تردید برایتان می آوره در حالی که اگر عمل کنید اعتماد به نفس و جرأتتان بیشتر میشه داستان بلبل و عقاب می فهمین یک بلبل کت عقاب جنجال شروع کرد که عقابی چه رقم هستی
قواره طبیبین، صدای طبیبین، این اولوی پرپوست طبیبین، توره در سر دست و پاچه شاندن، گوشت بیترین گوشت ها را میتن، من که مقبول خوشخان هستم، در قفس چهار تا دانه گاوی، چرا قم ظلم هستی؟ گفت تو زیاد گب میزنی ولی عمل نمیکنی. من گب نمیزنم ولی شکاریستم، شکار میکنم، میارم میگه نه پادشاه شکار میکنم. اهل عمل باش، شکار که ایره در خمسی نظامی شاید باش، همین شعر براتون گفتیم، گوش که همین قصه است، همین قصه را گوش کنین دیگه. در چمن باغ چو گلبن چو گفت، در چمن باغ چو گلبن چو گفت، بلبل با باز در آمد و گفت، که از همه مرغان تو خاموش ساز، گوی چرا برده ای آخر به باز، تا تو لب بسته گشادی نفس، یک سخن نغز نگفتی به کس. بلبل از باز پرسان کرد که اگه خوبم تو نگفتی تا بالی، چرا که منزل تو دستگاه سنجری، طعمه تو سینه کپک دری، من به یکی چشم زد از کان غیب، صد گوهر نغز برارم ز جیب. من که صد تا بلبل خوانده را ایستم، من چرا حالم خوب نیست؟ طعمه من کرم شکاری چراست؟ خانه من بر سر خاری چراست؟ حال من چرا خراب است؟ باز بدو، باز چی جواب داد؟ باز بدو گفت همه گوش باش، خاموشیم بنگر و خاموش باش، من که شدم کارشناس اندکی، صد کنم و باز نگویم یکی. من یکی یاد میگیرم، اونم یکی رو عمل میکنم، صد تا گپ زدن نمیرم، شعارهای بی جای نمیتونم که تولید برق جور میکنم، خودم پایلوچ میگیرم، من نمیکنم. ناخ ناخ مام امیر یاد کردم ایرم واخدا چی بگه. رو که توی شیفته روزگار، زان که یک نکنی گویی ازار، یک کار نمیکنی، صد تا گفته رایستی، ازار تا گفته رایستی. من که اما معنی ام این سیدگاه، سینه کپکم دهد و دست شاه. به این خاطر مرا میگه دست شاه و سینه کپک دری را میتن. چون تو هم از زخم زبانی تمام، کرم خورو خار نشین و سلام. تو تنها زخم زبان گفته رایستی یا گب زده رایستی، تو نمور قم کرم خورو سر خار استی. اگه شعرها را غلط میخوان ببخشین، وقت نمی باشه میره یکی یاد بگیریم. خب فقط شما را معرفی میکنید شعرهاست که باز خوبیش بخونین، اگه وقتی خوب بخونین. خود بچو بر نام فریدون کنند، گوش بر آواز دهلچون کنند، صبح که با بانگ خروس است و بس، خنده ای از راه فسوس است و بس، چرخ که در معرض فریاد نیست، هیچ سر از چنبرش آزاد نیست، بر مکش آوازه نظم بلند، تا چو نظامی نشوی شهربند. بلی از نظامی بوده گپ زدن میگه عذاب جان است. عمل، اهل عمل باش. و اگه اجازه ایتان باشه که مشتاق باشی نمی شیر اقبال بزرگوارم میگیم و اختتام خلاص اگه نیم بس. اقبال بزرگوار میگه امی دیگه شیر اعتماد به نفس است. گوش کنین بر ملت خوابیدن ایگه. مانند سبا خیز و وزیدن دیگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دیگر آموز، اندر دلک غنچه خزیدن دیگر آموز. بخی میگه نو یاد بگی، اعتماد به نفس یاد بگی، پیام نو یاد بگی، دنبال گل و بستان باش، دنبال آبادی وطن باش، جرأت بگی. موی نببر کردی و بی ذوق تپیدی، آنگونه تپیدی که به جایی نرسیدی، در انجمن شوق تپیدن دیگر آموز. شلول کار کردی کتاب، خسته شدم. نه، به شوق باش، بتپ، یاد میری تپیدن، یاد میتم این صحیح بتپ، برای وطنت، برای مردمت، برای دینت. کافر دل آواره دگر باره با او بند، برخیش گشادیده و از غیر فرو بند. بیا به خود، به خدای، به خودت ایلاقت پشت دامن دگاره. به کل کشور و برادری داریم ما، دشمنی نداریم با غرب برادری، با اروپا برادری، با همسایه نزدیک برادری، با همسایه دور برادری. زمین خانی کل مسلمان هاست، خانی کل انسان هاست، خانی کل بشریت است، خانی کل مخلوق خداست. ولی احتیاج نباش، زندگی برابر کن. بر خود گشادیده و از غیر فروبند، دیدن دیگر آموز، ندیدن دیگر آموز. استاد چی میگه؟ دیدن؟ بله، دیدن دیگر آموز. کی را ببینی؟ خدا، خدای تا. ندیدن دیگر آموز، کی را نبینی؟ غیره. با خود بیا. دم چیست پیام از شنیدی نشنیدی، در خاکی تو یک جلوه عام است ندیدی، دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز. علمی یک دم پیام شنیدی، شنیدی نشنیدی، اون آمد پیام نشنید. دیدن دیگر آموز، شنیدن چی را ببینی، چی را بشنوی، این بسیار مهم است. پیام خوب بشنوی، نه که غیبت خانه را، لیبر خانه چهار نفرشته غیبت دارن. غیبت نباید بشنوی، سیمینار را باید بشنوی، علم را بشنوی، کلام الله را بشنوی، پیام اقبال را بشنوی. این بفهمی چی را بشنوی، چی را ببینی، این بسیار مهم است. ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم، چون مرغ سرا لذت پرواز نداریم، ای مرغ سرا خیز و پریدن دیگر آموز. عقاب شو، گنجشکه قرچگک نباش،
شکارت میکنن. تخت جم و دارا سر راه نفروشن، این کوه گران است بکاهی نفروشن، با خون دل خیش خریدن دگر آموز. تخت جم به مفت برد نمیتر، به خون دل بخر چیز با ارزشه، به قیمت جان بخر چیز با ارزشه. آزادی را، صداقت را، شرافت را به خون جانت بخر، به تلاش، به زحمت کشی، با کمخوابی. نالیدی و تقدیر امان است کی بوده است، آن حلقه زنجیر امان است کی بوده است. ناامید مشو ناله کشیدن دیگر آمود، ای که نالیده بری نق بزنی تقدیر تو نمو تو بدبخت، او نمو زنجیر غلامی ده پاید. نه بخه بیدار شو، زنجیر بشکن، تقدیر تا خودت نشته که خدا برات تعیین کنه. تو تعیین تو نشته که هدافت خدا برات تایید مور میزنن، مهر تایید میزنن، چون تو میخوایی خدا خواهد چنین، میدهد قارزوی متقین. و سوخته یک شرر از داغ جگر گیر، یک چند به خود پیچ و نیستان همه برگیر. چون شعله به خاشاک دویدن دگر آموز، دویدن دگر آموز. یک جان سپاس، تشکر، تشکر، خانواد، خانواد. بیننده عزیز نازنین، شما باز در ختم سیمینار سلایدارم براتان مندازیم ببینین و همچنان ختمانه را باز بشنوین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا هذه الختم القرآن ولجميع تقصيراتنا بحرمتك يا الله وبحرمة أسمائك الحسنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.